بینندگان عزیز، با سلام به شما. برنامه امروز رو شروع میکنیم. کانون آوا تقدیم میکند. آقای قربان علی حسین نژاد، مترجم ارشد عربی است که سابق با آقای مسعود رجوی بودند و در سازمان مجاهدین بودند. بعد که تشخیص دادن این سازمان تبدیل به یک فرقه شده، جدا شدند، ولی متاسفانه سازمان اینها رو راحت و آسوده نگذاشت. ولی خوشحالیم که آقای حسین نژاد و دیگران با استقامت و مقاومتی که نشون دادن تونستن فرزندانشون رو از این فرقه آزاد کنن و امیدواریم به زودی کانون گرم خانواده باز با هم باشند و شاد و سلامت و در برنامه آینده خبرهای بهتری به شما بدن. امروز آقای قربان علی حسین نژاد برنامه رو میخوان با تسلیت به زلزله زدگان و مردم ایران آغاز کنند و در این مورد یه هشداری هم درباره تلاش فرقه رجوی به جهت سوء استفاده ای که اینها از همین موضوع میکنن به شما بدن. آقای حسین نژاد، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم و ویدیوهای قبلی ایشون هم در کانون آوا و هم در گوگل و یوتیوب موجود هست. با هم می نشینیم به صحبت آقای قربان علی حسین نژاد. بفرمایید. بله، سلام و درود بر شما و همه دوستان و بینندگان عزیز. من اول چنانچه نوشتم، موضوع اولم چون در این فاصله دو تا مصاحبه هم بازی زلزله در میهنمون ایران به وقوع پیوسته، به مردممون و مخصوصا مردم مناطق زلزله زده که ما مجاهدین به خوبی آشنا هستیم و خاطره تلخی از اون مناطق داریم، تسلیت میگویم و به همه مردم داغدار اونجا و کلن مردم ایران و شرافتمندان جهان که کمک کردن، شتافتن، هم از داخل ایران مردم و هم از خارج برای کمک به این مردم، و خودمون رو در مصیبتشون شریک میدونیم، برای اینکه خودمون در همون مناطق رو با رهبری رجوی که بر پشت گرمی به ارتش دشمن ما رو به سوی این مردم برد و اونها در اون مناطق اولین بار قبل سی سال قبل از این زلزله یک بار آواره شدند، از شهرهاشون ویران شده بود. اون وقت با توپ‌ها و ارتش صدام، با گلوله ها و توپ های صدام ویران شده بود. چون ما اصلا قصر شیرین چه رسیدیم اون موقع سال 67 در عملیات فروغ، اصلا شهری وجود نداشت، فقط گفتن اینجا این بیابون اونجا زمان قصر شیرین بوده. دیگه سر پل زهاب که ویران شده بود، فقط خونه های مقداری بود. شهرهای دیگه که در اثر حمله به اصطلاح ارتش رجوی منتظر حمایت مردم بود، در حالی که مردم همه بلند شدن رفتند، آواره شدند. بعضی فرزندانشون رو گول زد آورد به کشتن داد و بسیاری از مردم اونجا هم کشته شدن و خونه هاشون ویران شد. و حالا هم چه خوب این فازه زلزله چه خوب عوامل مختلف اقتصادی و وضعیت کشورمون چنین شده، چنین مصیبت بزرگی وارد شده، خونه ها ویران شده، چه خوب میشد مسلم کاری کرد چه اینقدر مصیبت وارد نشه و اینقدر ویرانی نشه. من البته این موضوع همینجا در رابطه با این موضوع این رو فعلا تموم میکنم. نوع برخورد فرقه رجوی با این مسئله زلزله زدگان و مسئله زلزله رو خواهم گفت، که مریم رجوی چه تو استفاده میخواست بکنه و چه نوع تبلیغاتی کرده، این رو در بعد از صحبتم یه حادثه مهمی که پریروز اتفاق افتاد اول در مورد اون میخوام صحبت کنم، چون من موضوعاتش رو تدوین میکردم این حادثه روی نداده بود، اینو مقدم میکنم. اول میگم
بعدا میپردازم به همین موضوع برخورد فرقه رجوی با مسئله زلزله و زلزله زدگان و ادعای کمکش. اگر شما لطف کنید این لینج آخر رو نشون بدین، 8 و 9 رو، 9 مال حضور مریم رجوی در پارلمان اروپا پریروز، 8 اول باز کنید که حضور ما هست در این پارلمان. ما روز چهارشنبه هیئتی از جدا شدگان به دعوت فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان اروپا رفتیم برای کنفرانسشون که در مورد پناهندگان و حقوق بشر بود، مناسبت روز حقوق جهانی حقوق بشر برگزار کرده بودن، چون مسئله حاد اروپا الان حقوق بشر در رابطه با حقوق بشر مسئله حادشون پناهندگان هستن. آقای حسین نژاد ببخشید، شما یک کاری کردید با کامپیوتر، تصویرتون قطع شد، اگه میخواین از کامپیوتر استفاده کنید. نه اسکایپو فقط من چیز کردم، چرا روشن نمیشه؟ بله اگه میخواستین لینکی چیزی نگاه کنید باید یک کامپیوتر دیگه یا یه آیپد دیگه باشه. در اصل من دارم این لینک حالا برگشت. الان من تصویرم اومد، میبینم الان من تصویرم. خب ما هم میبینیم، هر کاری بود، هر کاری بود شما کردید رفت، حالا شما انجام دادید برگشت، ممنونم. یارو پس کردم فقط. بله اجازه بدید که با کردم اونو خاموش کردم، باید آره درسته، نیاز نیست خاموش کنم، من اشتباه کردم. بله و الان چی دیده میشه؟ الان هست تصویر؟ بله هست، من دارم اون لینکیو که شما فرستادید، عملیات تروریستی چماقداران رجوی در مقابل پارلمان اروپا رو به شما بله. نشون میدم. ضمناً آقای حسین نژاد، دوستان شکایت میکنن میگن که آقای حسین نژاد هم تند صحبت میکنه، ماشاءالله خیلی انرژی داره. میگن که خب این بنده خدا 30 سال نتونسته اونجا صحبت کنه، حالا میخواد همه خاطراتشو با من و شما در میون بذاره. من ازتون خواهش میکنم یه مقداری رعایت کنید و یه مقداری به اصطلاح آهسته تر صحبت کنید. من در خدمتتون هستم، بفرمایید. بله باشه، ما اونجا همیشه می نوشتیم دیگه، صحبت جمع می کردیم. بله صحبت که اصلا سخنرانی نمی نبود شد. بله این من این لینج هفتم باز کنید لطفا اونو. من تصاویر ما، عکسای ما در نشست همین پناهندگان در لینج هفته. ولی هیئت جدا شدگان از فرقه رجوی، از انجمنهای پیوند رهایی و انجمن فانوس و کانون آوا در آلمان و ما هم از فرانسه رفته بودیم. ما که 5 نفر وارد محوطه پارلمان اروپا شدیم، متوجه شدیم که این افراد فرقه رجوی اونجا تقریبا تا 10 نفر اینها پراکندن، یه چند نفر یه جا جمع شدن. تو خود جلسه بودن یا بیرون قبل از اینکه، چون اینجا نوشته هنوز قبل از اینکه وارد پارلمان بشیم تو جلو محوطه، جلو پارلمان. خب ببینید بله آقای حسین نژاد، اینجا تو لینک هفت نوشته حضور همزمان هیئت بزرگ جدا شدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا. این یه سوء تفاهم ایجاد میکنه که من فکر میکنن که اونها هم آمدن داخل پارلمان، ولی شما منظورتون اینه که قبل از اینکه داخل پارلمان بشین به اصطلاح بیرون با اینا مشکل داشتید. بله نه ما برای محافظاش بیرون بودن، مریم رجبی با دمدستگاه تبلیغاتیش داخل بودن، اینا اونا زودتر از اومده بودن، برنامهشون یه سالون دیگه بود، یه جریان یه کنفرانس. اون وقت مریم رجبی هیچ وقت کنفرانس های عمومی پارلمان اروپا نمیتونه بیاد، اصلا نمیاد هیچ وقت. مثلا ما ها کنفرانس های عمومی، اصلا کنفرانس های پارلمان اروپا همش آزاده و عمومیه، دعوت آزاد، چون خودشون دعوت میکنن و میتونن هر کس خواست دعوت درخواست بده و دعوت میکنن، مطلع میشن از برگزاری چنین کنفرانس های، برنامه دارن، اعلام میکنن. خب شخصیت ها و افرادی که دعوت میکنن برای سخنرانی، اونا میشینن پنل و
صحبت میکنن، بعد مدعوین حضار هم که نشستن میتونن صحبت کنن، سوال کنن. اینا سخنرانی ها و کنفرانس های عمومیه که میتونن افراد صحبت کنن، آزاده. هیچ وقت این کنفرانس های مریم رضوی نمیتونه شرکت کنه، اصلا چرا؟ چون از سوال کردن میترسه. این سازمان، این فرقه اینقدر مسئله داره، مشکل داره با جامعه، با بیرون و مطبوعات و خبرنگاران، مطلقا جلوه هر گونه سوال رو میگیرن، چون خودشون میدونن که جوابی ندارن. که الان شما چیکار میکنید، استراتژیتون چیه، در داخل چقدر نیرو دارید، اینا چه جوابی ندارن براشون. اینه که همیشه از قبل، مثلا من خودم وقتی مترجم همین بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین بودم، خبرنگارهای عربی با من تماس میگرفتن، صحبت میکردیم، بعد من معرفی میکردم، موضوع رو میگفتم، موضوعاتشون رو میپرسیدیم، بعد این موضوعات سوالهای اینها رو من ترجمه میکردم به فارسی، بعد میدادم بخش خاص خانم مریم رجوی، مثلا میخواد با اون صحبت مصاحبه کنن، یا با مسعود رجوی، چه کمتر بود خیلی، یه بار فقط از جزیره من چونم پخش نچرد، فقط ولی برای مریم رجوی مطبوعات معمولا اجازه میدادن که بهشون صحبت کنن. بعد اینا رو، این موضوعات رو میبردن، کلی مطالعه میکردن، سانسور میکردن، این سوال رو نکن، این سوال رو باید اینجوری بکنی. من اینا رو دوباره به عربی ترجمه میکردم، به اون مطبوعات روزنامه میگفتم، چون هم قشنگ میفهمیدن که این کار برخلاف عرف مطبوعاتی و عرف جهانه، اینا معلومه که جواب ندارن، این سوال رو باید حذف کنی، این سوال رو باید اینطوری بکنی. اینها مجبور بودن به خاطر اینکه دیگه حداقل یه مصاحبه داشته باشن، اینا رو مراعات بکنن. اینا اینطوری از قبل میچینن و مصاحبه ها رو درست میکنن، تنظیم میکنن خودشون، و جایی هم که میرن بالاخره طوری میکنن که فقط برای خود خانم رجوی سخنرانی بکنه، یه چند نفری هم که سخنرانی بکنن، دیگه از حضار نه سوال، حق سوال دارن، نه کسی بلند میشه سوال کنه، با هم میشه صحبت کنه وسط صحبتش، بعد صحبتش، یا مسلماً اینجور اصلا کنفرانسی وجود نداره. یعنی نمیره مریم رجوی هیچوقت به عنوان کنفرانسی که به معنی کنفرانس عمومی باشه، هر کسی دعوت کنن بتونم بیاد، غیر قابل کنترل. این فقط از قبل با 10-15 نفری که اونجا لابی داره، پول داده، انواع پول ها و هدیه ها و اونا، چه روش شما میدونیم تو روابط خارجی بودیم، تنها پول نقد نیست، فقط دستی بدن، انواع کارها میکردن به عنوان هدیه حساب میکردن، از این یادت رفتنش، هدایا بردنش، گل بردنش، ماشین دادنش، امکانات دادنشون، مسافرت های پول مسافرت هاشون دادنشون، از اینجور کارها میکردن، علاوه بر پول های گفتی چه خرج میکنن و میدن بهشون. اینا لابی سازی هایی که میکنن، فقط این 10-15 نفر لابیشون رو جمع میکنن، با یه چند نفری هم از اطراف خدم اشمه پارلمان بچینن. ولی الان شما عکسشون نشون بدین، در همین آخرین لینج سایت، از سایت خود مجاهدین، سایت مریم رجوی، در که حضور مریم در همین پریروز چهارشنبه در پارلمان اروپا نشون میده، همین لینج 9 رو اگه باز کنید ببینید، درست 15 نفرن، با اونا عکس گرفته. این پارلمان رفتن قانون هست، با اینا فقط بره اونجا روزه صحبتی بکنه خودش و با اینا عکس بگیره، مطلقا کسی بلند نمیشه سوال کنه، چون کسی نیست، فقط افراد خودش هم برای همین صحبت خودش رو به عکس گرفتن میره. ولی خب ما که میریم اونجا با کنفرانس های عمومی سخنران صحبت میکنن، ما هم بلند سوال میکنیم، ما هم صحبت میکنیم. آقای حسین نژاد میشه بگی اینها در یک کمیته های میرن؟ خود من اینجا رفتم توی کمیته اینا رفتم، فیلم به اصطلاح فیلم برداری هم کردم ازشون، یک کمیته هایی که اتاقای جدا هست از اون سالن اصلی پارلمان، و بعضی وقتا میبینید یه سناتور، دو تا سناتور، بعضی وقتا میبینید فقط یه دلیگیت میاد، و به اصطلاح این جنبه فقط تبلیغاتی داره، نه اینکه برن تو پارلمان تا پارلمان بتونه ازشون سوالی کنه، همونجوری که شما گفتید بگه که برنامه شما چیه، اعضاتون چند نفرن،
چه کاری میخواین انجام بدین، پلنتون برای آینده چیه، فقط یه جنبه تبلیغاتی داره و عکسی هم گرفته بشه که بعدا بگن ما هم رفتیم توی اینجا نوشته پارلمان اروپا. بله بفرمایید. بله بله، در حقیقت چون پارلمان چون خوب و مقر پارلمان اروپا از اون استفاده میکنن، ولی کمیته درست اینا که کمیته درست کردن به نام کمیته ایران آزاد به وسیله همین لابی هاشون در داخل نماینده ها چند نفری که هستن، چهار نفر درست کردن، چی که هستن اون استیونسون که از قدیم لابی اینها هست و همیشه پول وان گفتی هم بهش میدن، عراق اومد اونجا، اشرف اومد، همیشه اون هست و با چند نفر دیگر که لابی هاشونه فقط از قبل خبر میکنه اینها، اون کمیته یه جلسه تشکیل میده خاص خانم مریم رجبی، اون کنفرانس موضوعی نیست، کنفرانس های دیگه ای که بخوان در این موضوع همه صحبت کنن، سوال کنن این. بله من ما چه رسیدیم جلو به پارلمان دید اصلا اطلاع نداشتیم این روز مریم رجبی میاد اونجا، چه ما برنامه دعوت خودمون برنامه خودمون رو داشتیم، شرکت در از قبل ثبت نام شده بودیم، دفترشون دفتر همین سوشال فراکسیون سوشال دموکرات های پارلمان اروپا، ما از همین که برای ما این همه در دفعات متعدد قبلا رفته بودیم پارلمان اروپا دیدیم هیچ وقت این همه آدم افراد محافظا رو معلوم بود که محافظای مریم رجبی از لباس هاشون فرم شکل قیافه هاشون بعضیشون هم میشناختیم، اینها هیچ وقت اونجا ها نبودن، چون مریم رجبی نباشه چه اینا دلیل نداره بیان اونجا، بعضی افرادشون بعضی میرفتیم هر وقت میرفتیم یه نفر فقط افرادشون اونجا میچرخید میپلچید تو راه رو برای لابی سازی و برای امضاگیری و حمایتگیری، این اصلا کنفرانس ها نمیومدن. اینو بلافاصله ما فهمیدیم که ها این احتمال زیاد مریم رجبی میخواد بیاد، چه اینها یا اومده تو اینجا هست که یا میاد، چه اینها جمع شدن اینجا به عنوان مثلا محافظ. ما رو چی دیدن؟ ما داشتیم عکس برمی داشتیم از خودمون اول جلو پارلمان قبل از ورود، اینا متوجه شدن و ریختن با هم دیگه صحبت و ولولی افتاد توشون و اینها، چه بعد افتادن با ما از ما عکس گرفتن و اینها و ما هم از اونا عکس گرفتیم چند تا که الان تو همین عکس ها نشون بدیم توی همین لینج هفت هست، پایین لینج هفت آخرش تمام عکس های اینا هست که جمع شدن و چند نفری اومده بود. ما رفتیم داخل پارلمان، رفتیم ثبت نامون چه کرده بودیم، کارتامون رو دادیم، اسمامون رو تا همین چیز برجی سینه بگیریم و زنین زدیم داخل، چه رفتیم تو اونان محافظاج رجبی داخل پارلمان نمیتونستن بیان، اونا باید بیرون بودن، چون فقط افرادی که از قبل ثبت نام شدن اسماشون هست میتونن بیان داخل محبته داخل خود پارلمان داخل راه رو و سالون هاش، اینا بیرون ایستاده بودن یعنی نمیتونستن تو بیان، ما چه رفتیم تو نشستیم، اینا اومده بودن پشت پنجره، یکیشون اومده بود پشت پنجره از ما عکس برمیداشت، ما هم میخندیدیم واقعا مسخره از خنده داره همیجه، فقط فضای روب و ارهاب حساب درست کردن و اینا چی این عکس ها رو مثلا میخوان چیکار کنن مثلا، بله میدونن ما هستیم ما هم شناخته شدیم هم میشناسن، بولی میزه توی اشرف هم میومدن از سرباز عراقی چه توی زلو اشرف با استاده عکس میگرفتن، یه بار یه جی از این سربازه از این خانواده ها پرسیده بود اینا چرا عکس برمیدارن، یکی از دوستای قدیم جدا شده اونجا با خانواده ها بودن بعدم تعریف میکردن این سربازه اصلا جیز جیز شده بود اینا چرا از ما عکس برمیدارن میخوان چیکار کنن، من سربازم دارم تو کشور خودم ما ایستادم جوانی میدم میخواد چیکار کنه اینا، فقط حالتی فضایی ایجاد میکنن چی برای ارعاب و ترسوندن و اینها. بعد چه ما رفتیم سالون و برای کنفرانس پناهندگان که نشستیم صحبت سخنرانی ها شروع شد، بعدا دو تا از دوستامون آقایان عبدالکریم ابراهیمی و آقای مهدی خوشحال اینا از آلمان اومده بودن، اینها بلیتشون و بلیت برگشتشون رو زودتر از
موعد پایان کنفرانس گرفته بودن، حالا ساعتش رو چون دقیق نمیدونستن چه تموم میشه، بر این کنفرانس پناهندگان که سوسیال دموکرات تشکیل داده بودن بین ساعت 4 تا 6 بود. اینها هم بلیت برگشتشون رو 6 گرفته بودن، ناصر شدن، ولی ما دیرتر گرفته بودیم، ما 1 ساعت و نیم بعدش گرفته بودن، ساعت 7 و 7 و ربع گرفته بودیم، میتونستیم تا آخر کنفرانس باشیم. اون دو نفر وسط کنفرانس در من یه ساعت مونده بود به پایان کنفرانس بلند شدن، یا 1 ساعت 3 ربع بلند شدن رفتن، ولی ما 3 نفر، من و آقای رضا صادقی و آقای غفور فتاحیان، بودیم در کنفرانس. اون 2 نفر رفتن که به قطار برسن، بعد ما هم هیچ اطلاعی نداشتیم چی شد جریان چه. بعد از پایان کنفرانس، یعنی چه کنفرانس ادامه پیدا کرد، آقای رضا صادقی صحبت کرد، سخنرانی کرد که میتونید در همین گزارش هامون بخونید، همین گزارش 7 هست، همین لینک 7 و لینک های دیگه و همه سایت های جدا شدگان منتشر کردن. خیلی عالی صحبت کرد در مورد حضور، گفت حضور مریم رضوی هم اونجا گفت که الان در آلبانی اعضای سازمان مجاهدین رو به یک زندان بزرگی فرستاده، که الان موضوع صحبتم خواهم گفت. جریان رو به نام اشرف 3 ارتباطشون رو با دنیای بیرون قطع کرده، اینا نه با خانواده نه بیرون تماس ندارن و این نقض حقوق بشره، این دموکراسی و آزادی رو نقض میکنه، این داخل تشکیلات سرکوب میکنه، بعد اومده اینجا شعار آزادی و دموکراسی، ادعای آزادی دموکراسی میکنه، در همین پارلمان الان این سالن بغلی نشسته و در اینجا سخنرانی در مورد آزادی از آزادی و دموکراسی میزنه. دنیا باید به این توجه کنه، به وضعیت این نیرو، این سازمان، این سازمان یه نیست، سازمان سیاسی نیست، این یک فرقه است، افراد رو از دنیای بیرون کامل قطع میکنن، نه ازدواج، نه خانواده، نه تماس با بیرون، نه اینترنت، نه تلفن، نه آگاهی از دنیا. اینا رو گفتم، خیلی مورد توجه قرار گرفت اونجا و دست دادم، خیلی تشکر کردن نماینده از آگاهی بخشیشون. ما هم بعد از پایان کنفرانس دیگه اومدیم بیرون و رفتیم، مطلع نشدیم تا بعد از اینکه آقای رضا صادقی چه بلژیک هستن اومد، بعدم به ما تو پاریس من بودم زنگ زد، چون اونجا از بیمارستان آقای عبدالکریم از بیمارستان بهش زنگ زده بود، جریان گفته بود. این دوتا چه دوستمون از کنفرانس بلند میشن، میرن چه به قطار برسن، از سالن بیرون چه میرن، هنوز چون مریم رضوی اونجا بوده، محافظاش بیرون محوطه بیرونی بودن، چند تا از محافظای مریم رضوی اینا رو ترغیب میکنن، اینا داشتن میرفتن مترو چه سوارشن برن راه آهن، اینا رو در همون خیابون روبروی محوطه پارلمان اروپا، محوطه بزرگیه، روبروش یه خیابون اصلیه، بعد وارد یه خیابون فرعی میشه چه بینه میره طرف مترو. این وارد اون خیابون فرعی چی میشن، اینا رو دنبال میکنن تو اون خیابون فرعی، حالا یه جای هوا هم کامل تاریک شده بود، ساعت 6 ساعت در 5 و نیم بود، اینها یه جای جیر میارن، اول آقای عبدالکریم رو کتک میزنن و دهنش زخمی میشه، کمرش هم قبلا عمل کرده بود، زمین میزنن دیگه نمیتونه بلند شه، فقط به زور خودش رو، اینا فرار میکنن، سریع فرار میکنن، از پشتم لجد میزنن به آقای مهدی خوشحال، با صورت میخوره جدول و صورتش داغون میشه، خیلی چرگولا دماغش شکسته. آقای عبدالکریم فقط میتونه خودش رو برسونه به داخل پارلمان، یه چمی بعد با هر زور شده میاندازه خودشو وسط راهرو پارلمان، فریاد میکنه که رجبی تروریست، رجبی تروریست، نشون میده اینها رو چی میگه، اینها محافظاش من رو زدن، بعد مردم و پلیس میریزن که چی شده، گفته ما جدا شدگان از سازمان رجبی هستیم، اومده بودیم کنفرانس پناهندگان شرکت کردیم، داشتیم میرفتیم، این محافظای
مریم رجوی به ما حمله کردن، این تروریسم، این نقض حقوق بشر، این اومده اینجا ادعای آزادی حقوق بشر میکنه. بعد این پلیس دیگه میبره ایشون به بیمارستان، ماشین میاد، هم ماشین پلیس هم آمبولانس، پلیس هم باش بوده، تو ماشین میبرن بیمارستان و صد در سطح راه پلیس پرسی اینا کجا رفتن، گفت چی فرار کردن. ولی در این داشت میرفته تو خیابون افراد رو میبینه نشون میده، همین که ماشین اونا داشتن فرار میکردن، پیاده میرفتن که یه جایی حتما قایم بشن یا سوارشن، ولی ماشین سریع میرسه اینا رو میبینه در این خیابون به طور تصادفی، به هر حال بر میخورن به اینا و عبدالکریم نشونشون میده، پلیس پیاده میشه اینا رو دستگیر میکنه، عکس برمیداره ازشون دستگیر میکنه و آقای عبدالکریم رو میبره بیمارستان، اونجا پرونده تشکیل میده، شکایت آقای عبدالکریم ثبت شده چه برای دادگاه میخونن. پس اینجوریه که این سازمان با وجودی که تعهد داده که کارهای تروریستی و غیرقانونی انجام نده، حتی در یک کشوری مثل فرانسه اونجا هم قلدربازی و این به اصطلاح، خب وقتی دیگه رهبرشون بهشون گفته شما بزنید بکشید ماکسیموم میرید زندان، زندانم مثل هتله، خب معلومه که اعضا هم به اصطلاح از هیچ چیزی وحشت ندارن. بله بفرمایید. بله دقیقا در جهت اجرای نوشتم من تو همین گزارشمون، دقیقا در جهت اجرای فرمان 3 سال پیش مسعود رجوی بوده، شوهرش در عاشورا صحبت کرد، در بند 2.5 سال یا 3 سال بود صحبت کرد، چه گفت فرمانی که همین 20 سال قبل از اون با حضور ما خودمون بودیم تو اون نشست صادر کرده بود، اون رو تکرار کرد و گفت که این مخالفین و منتقدین و جدا شدگان با یه عبارت‌های زشت توهین و تحقیرآمیز چه بیان کرد، اینها رو هر جا دیدید در خیابون‌های اروپا، هر جا دیدید اینها رو خفشون بکنید، اینها رو به سزای عملشون برسونید، چه اینها مخالف ما شدن ما رو افشا میکنن، یعنی هر کسایی چه فعالن هر علیه ما فعالیت میکنن منظورشون بود، اینها رو بکشید. چه من و ما تو اون جلسه نشستی که به اسم نشست حوز بود، سالهای دهای اوایل دهه 70 بود، من یادم هست قشنگ من جلو نشسته بودم، از دستش هم اینجوری آورد جلوش، گفت اینطوری خفشون بکنید بکشید و خودتون هم فرار نکنید، بالای جسدشون جنازه شما هستید تا پلیس بیاد میبره شما رو هتل، این چم نترسید اونا چه زندان اوین نیست چه هتل 5 ستاره از فلان هتل های اروپا از اشکال نداره، برید دستگیر بشید برید زندان. بله اینا دقیقا در همین جهت اینها تلاش میکنن در حقیقت بکشن، یعنی این یه نوع تروریسمه و تروره در حقیقت، اولا موفق نمیشن به خاطر حضور مردم و فضای اروپا زیاد وایستن، میزنن در میرن سریع فرار میکنن، ولی قصدشون فقط اگه بتونن دستشون باز باشه معلومه میکشن و فرمان رهبرشون رو اجرا میکنن. ولی موضوع واقعا تو دنیای امروز باید آخه وفچه آقایان نمایندگان پارلمان برای چی میذارید کسی این چنین کسی چنین رهبر چنین فرقه ای وارد چنین محیط بالاترین ارگان دموکراسی و آزادی در اروپا، پارلمان اروپاست بالاترین نهاد سمبول دموکراسی و آزادی، کسی وارد بشه که تمام کارهاش از اول تروریسم بوده، خشونت بوده، زدن و کشتار بوده، فرمانهای زدن و کشتار بوده، بعد میریم اونجا صحبت از آزادی و دموکراسی و لغو اعدام و یعنی نکشتن، اصلا این سازمان اصلا اساسش بر پایه مبارزه مسلحانه یعنی کشتن، میریم اونجا خب آقای حسین نژاد لغو اعدام و آزادی و دموکراسی میده. آقای حسین نژاد عذر میخوام، اجازه بدین از دوستانی که آمدن اینجا تشکر کنم که اینها هم میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب یا شاهد از غیب، این دوستان آقای مصطفی محمدی میگن مگر فرقه تروریستی رجوی من و دخترم و وکیل فرانسوی ما را در اوورسورزبال به حد کشتن نزدن. زمزن آقای احسان بیدی میگن یادم میاد زمانی که آنجا بودم
زیر نظر محافظین مریم رجوی بودیم و از ما عکس و فیلم تهیه کرده بودن که به پلیس گفتم و گوش آنها را کشیدن. یادم میاد 8 مارس روز جهانی زن بود. ضمن به دوستانی که روی فیسبوک هستن این رو بگم که تمام لینک هایی رو که آقای حسین نژاد برای ما فرستادن که در طی برنامهشون نشون میدیم همینجا به صورت کامنت گذاشتیم. آدرس ایمیل ایشون هست، آدرس فیسبوک هست. دقیقاً این دوستان برعکس سازمان مجاهدین که هیچ کس نمیتونه باشون ارتباط برقرار کنه و خود این یک دلیل دیگه هست بر فرقه بودنشون، اینها از روز اول پاسخ دادن، نظرات شما رو شنیدن و از هر طریقی که شما بگید میتونید با اینا تماس بگیرید، ایمیل، فیسبوک، تکست، تلفن. و تنها سوال اینه که چرا سازمان مجاهدین این امکانات رو در اختیار بیننده ها، شنونده ها، اعضا و هواداران خود و یا مخالفین نمیگذاره. من ساکت میشم، شما بفرمایید. بله، علتش اینه میترسن، چون کسی که آن را که حساب پاکه است از محاسبه چه پاکه است؟ ما که حسابمون پاکه، ما که چیزی برای مخفی کردن نداریم. چه اینه که ما همه هم ایمیلمون، هم فیسبوکمون با عکس واقعیمون، با اسم واقعیمون، با شرح حالمون، با پروفیل کامل داریم، ولی حضرات نوچه های مریم رضوی یا فرقه رضوی، اونایی هم که فقط مسئولیت دارن چند نفری که توی فضای مجازی بچرخن، اونم به دستور اینها، یک نمونه یکیشون هم با اسمای واقعی و عکس واقعیشون نیستن، همه با اسم مستعار، اسمای علکی، عکسای غیر واقعی، برای اینکه شناخته نشن سوابقشون، اینکه اصلا کجاست، چی هست، چه هست و جوابگو نباشه. جوابم نمیگن، هرچه ما استدلال میکنم، من تو کامنت ها مرسل همیشه با استدلال و منطق حرف میزنم، مینویسم، مطلقا در جواب استدلال و منطق هیچ وقت جواب ندارن و فقط فحش و تهمت و من تمسخر و توهین کارشونه. این اصلا اساس این فرقه از اول بر همین اساس بوده، کاری با استدلال و عقل و منطق نداشت. بله، من آقای مصطفی محمدی هم درست نوشتم، اون که من خودم هم بودم اونجا، که جلوه مقر، یعنی تو خود مقر که نبودیم، تو خود شهرشون، شهر اطراف ما داشتیم بر می جشتیم، رفته بودیم برای اعتراض به محدود کردن دخترامون که با ما نمیتونن تماس بگیرن. یه چیز امر مشروعی بود، از قبلا به شهرداری اطلاع داده بودیم، به ژاندارمری اطلاع داده بودیم، بعد اومدیم اعتراضمون رو کردیم جلو شهرداری و داخل شهرداری صحبت کردیم، بعد چی می رفتیم بر می جشتیم در جاده شهر اوبرسورواز، همون اینا جشت می دن، می جردن، بعد اونجا بشیدم لباس شخصی های خانم مریم رجوی که پنهان هم انگار مثلا مردم عادی هم مسافر هم جشت ما رو دیدن و چون جه داشته بودیم، داشتیم از خودمون عکس برمی داشتیم توی همون بیابون تو مزرعه، اومدن گرفتن ما رو اونجا زدن و چه ما سریع به ژاندارمری خبر دادیم، اومدن که این با اینها چه رو بروشتن، چون مردم نجه داشته بودن، اینا هم نجه داشتن چه در نرن. تا اومدن اولین سوالشون از این بود که شما اینجا چیکار میکنید، به چی اومدید اینجا؟ میگفت اینا اینجا عکس برمی داشتن. گفتم به شما چی ربطی داره عکس برمی دارن؟ میگفت نه، زیر این تابلو عکس برمی دارن. باشه تابلو عکس برمی دارن. میگفت آخه این تابلو فلش زده طرف میره اوبرسورواز، یعنی شهر اوبرسورواز. بعد میگه خب باشه، میخوان چیکار کنن؟ میگه آخه این عکس میبرم میدم به سفارت، سفارت رژیم میفهمه که شهر اوبرسورواز از این ور میره. اصلا اینا واقعا خندهشون گرفت، اصلا جاندار میگه مونده بود که این داره چی میگه، اصلا نمیفهمید. همش امنیت، جاسوسی، اطلاعات. آخه کسی که چی اطلاعاتی، چی جاسوسی؟ ما خودمون که 5 سال تو همون اوبرسورواز بودیم، چی نزاینی از نداریم، اونجا کار میکردم من. بعدم شهر رو، شهر چی نمیشه یه کسی جاسوسی کنه، شناسایی کنه تو دنیای امروز؟ اونم تازه نه شهر، نه یه مقر، نه یه نقطه. این کسی نیاز داره که بره آدم بفرسته برای شناسایی؟ شناسایی برای چی؟ اصلا مجد کاری کردن علیه شما در 30 سال، 35 سال در فرانسه بودین؟ مجد کسی مثلا توی
آلبانی میگه آی امنیت امنیت امنیت، آی خانواده ها رو نمیذاره از ایران بیاد، به دولت آلبانی سپرده، اینا ویزا ندن به خانواده که از ایران بیاد میان برای اطلاع جمع کردن اطلاعات از ما، به این بهانه برای اینکه افراد جدا نشن با خانواده تماس نگیرن، میدونن که با حضور خانواده در اونجا یعنی رفتن افراد، به این بهانه امنیت مبارزه از سازمانی که مبارزه نداره چی اطلاعات امنیتی، به نمونه هیچ موردی هم نبوده اصلا 3-4 سال در آلبانی، این همیشه در همه جا این موضوع رو بهانه میکنن، ولی اینا چه تروریسمشون همیشه از قدیم بوده، موارد زیادی بوده توی اوورسولواز تو پاریس تو خیابونهای پاریس بوده، ولی تا حالا توی پارلمان اروپا بالاترین نهاد دموکراتیک جایی که مریم رجوی رفته اونجا ادعای آزادی و دموکراسی داره، خیلی این خیلی جالب بود، این خیلی بی‌نظیر و بی‌سابقه بود. بله. آقای حسین نژاد، دوستمون آقای کریم ایشون توضیح میدن، دوستان روی فیسبوک میتونید بخونید، قبل از اتمام برنامه ساعت 5:30 دقیقه است، من و دوستم که از آلمان آمده بودیم به علت کمبود فرصت برای برگشت زودتر از جلسه خارج شده، همون موضوعی رو که شما گفتید و جالبه که اینهایی که حمله میکنن باید خیلی ناآگاه باشن که این روزا تمام خیابونها، تمام ایستگاه‌های اتوبوس، ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها دوربین داره، ولی باز دوستان فراموش نکنید این من و شما هستیم که میترسیم کار خلاف انجام بدیم، به دلیل اینکه میگیم خب اگه دستگیر شدیم میریم زندان، زندان برای این افرادی که توی آلبانی دارن زندگی میکنن آزادیه، یعنی به جایی که زیر ظلم و ستم رجوی و فرقه رجوی باشن میرن زندانی که اقلا یه سیستمی داره، سیستمی هست که خوراک بهشون میده، وسایل بهشون میده، یعنی آزادی توی زندان بیشتره. حقیقتا میشه گفت این رو سازمان به اینا مژده میده که اگه بری حمله کنی به آقای کریم، بعدش مثلا به جایی که میگن میفرسیم مرخصی باهاماس، میگن میفرسیم مرخصی بری زندان، اینجوری اونم تو مثلا پاریس و فرانسه و اینها. در صورت دوستان ممنونم ازشون که روی فیسبوک میشه گفت تقریبا با شما دارن همکاری میکنن و یک به اصطلاح کمک بزرگی هم به من هست، من تشکر میکنم و خود شما پی بگیرید هر کدوم از این موضوعاتی که میخواین بگید، بگید افشای عوام فریبی یا نگاهی به تعهدنامه، من هم مثل دوستان گوش میدم و هستم. بفرمایید. بله خیلی ممنون، از همه دوستان تشکر میکنم، منم میکنم شون نویسم و همچنین در این رابطه میگم هرچی از دوستان میتونن مقاله بنویسن، مطلب بنویسن و بجر دسترسی به حقوق دانان و وکلا، انجمنها، گروه های خارجی، پارلمانترها، نمایندگان پارلمانها در کشورهای مختلف که هستن، این حادثه رو برسونن و این تروریسم مریم رجوی رو، فرقه رجوی رو در قلب اروپا، در دنیای آزاد بجن و افشا کنن تا ادعاهای دروغین آزادی دموکراسی این فرقه همه جا مشخص بشه و برملا بشه، ماهیتشون افشا کنن بدونن تا دیگه پارلمان اروپا، من مسلمه که با این وضعیتی که پیش آمد مسلمه دیگه دفعات قبل هرگز اینچنین آزادانه اینها نخواهند تونست لشکرکشی بکنند و نیرو بیارن اونجا و چماقدار بذارن این همه اونورها، و چون همه اونجا هم این عکس گرفتن ما شکایت کردیم و یکی از مسئولین پارلمان رفت بهشون اعتراض کرد که شما اینجا چرا از این عکس برمیدارید، اینا و همچنین نماینده های پارلمان اونجا مطلع شدن، آخرش هم که با همین رفتن آقای عبدالکریم به داخل پارلمان اروپا و فریاد کردنش افتادنش و چی بردن دیدن همه جنایت مریم رجوی رو، اونجا رسوا شده و مسلم هست که بعد از این چنین آزادانه اینها رو نخواهند تونست تحمل کنند اونجا به این چنین لشکرکشی و نیرو و تردد و در با دست باز نقض قوانین اروپا بکنن. بله من میرم سر موضوعات بیجمون. من در رابطه با این افشای عوام فریبی دارن موسوم به همیاری اول صحبت میکنم که در رابطه با زلزله هم اینها وصل کردن به همین موضوع، اینها در همون ایامی که در تلویزیونشون
به اصطلاح سیمای مقاومت از اسم سیم قبلی سیمای مقاومت اسم شده سیمای آزادی. نمیدونم این کلمه آزادی بیچاره چه تقصیری داره که اینقدر لوس میشه و هر دهن قلم هر کسی میتونه به راحتی به کار ببره دنیای امروز. بعد این سیمای آزادی براشون همیاری تشکیل میدن که یعنی کمک کنید پول بدیم برای اداره تلویزیون و چی. خیلی واقعا خنده داره اصلا این شوشون در حقیقت این مراسم برنامه شد که اصلا این کارشون، چون هر بیننده اول سوال میکنه که خب شما چطور برای میلیون ها دلار صرف آیا مخارج ویلپن و این کنفرانس های جشن های که برگزار میکنید مهمانی های میلیون ها دلاری برگزار میکنید تشکیل میدید آنچنانی این همه افراد از آمریکا و اروپا و اینا دعوت میکنید شخصیت های چه لابی های خودتون چه هر کدوم هزاران دلار خرجشون میکنید رفت آمدشون علاوه بر اقامتشون علاوه بر اجاره سالن ها و این مجلل برای سخنرانی این همه میلیون ها شما خرج میکنید این همه هزینه ها برای اونا هیچ وقت همیاری نمیذارید حالا برای مثلا برای یه دونه تلویزیونتون که میخواد پخش بشه فقط این همه میلیون میلیون میجین آید دادن کمک کردن نیاز دارید. اینا همه همهشون نمایش توخالیه برای این که بجن که ما پول از مردم میگیریم. هیچون این سوال که همه میکنه آقا اینا پول از کجا میارن اینه بتونن جواب بجن، چه در حالی که دنیا همه فهمیدن الان قدیم بوده این شکل سیاستشون از قدیم اینترین برنامه ریزی میکردن الان چه دیگه همه فهمیدن منبع مالیشون کجا بوده با افشاجرش. من خودم از عراق و همچنین خود دولت عراق اعلام کرد چه چقدر خوبنهای نفتی عراق بود میلیون میلیون و اونها رو سرمایه گذاری کردن و پول از عربستان و چه بارها گفتیم و همه هم میدونن منبع اصلی ما از اینها اینها پولهای هنگفت اینها کجاست. اینها چه به قول از قدیم دوستان هم دیگه میگفتن اینا پول آدامسشون هم نمیشه پول غذای روزانی افرادشون که میرن پول جمع میکنن تو خیابونا پول جمع کردن اینا همه به اسم کودکان اینا چه بارها گفته شده گفتیم جریاناشو اینا همش برای لاپوشانی همین وابستگی های مالی و پول های این گفتی که از بیگانگان از دولت ها مخصوصا از صدام در زمان عراق گرفتن برای لاپوشانی اینها از توجیه همین خرجها و مخارج از اینهاشون هست که با توهین به شعور مردم فکر میکنن چه از این فهمه چه این پولا چه تأمین این همه مخارج میلیونی که نمیتونه با کمک جمع کردن از این اون چه نمیتونه چه این همه از اینها رو تأمین بکنه چه این همیاری رو ما الان تو همین زلین شو گذاشتم در آقای در همین چگونه از عراق به عنوان داخل ایران برای همیاری مجاهدین زنگ میزدیم شما لینک شماره 3 رو باز کنید در اونجا هست. این یک خاطره از دوستمون آقای غفور فتاحیانه چه خودش شاهد بود نوشته اونجا چه چجوری ما اهل کرمانشاه بودم ما رو صدا زدن به من محبته اسکان با چند نفر دیگه هم که از افرادی که از قبل اونجا بودن هر کدوم از شهرهای مختلف بودن به من گفتن بگو من چقدر اونجا نوشته یادم که 3000 دلار پول میدم بگو میگفتیم اونجا ضبط میکردیم به عنوان که از داخل ایران هر کس هم با مسئول بود با لحظه محلی خودش حرف بزنه مثلا این من از کرمانشاه هستم زنگ میزنم بله اینقدر مثلا 3000 دلار پول میدم هر یکی میگفت 300000 اون یکی میگفت 1000000 هر کدومشون یه میزانی تعیین میکردن اینقدر دلار پول میده اینا رو فقط تبلیغ بکنن که از داخل ایران زنگ میزنن از خود اشرف زنگ میزدن به عنوان داخل ایران چه خاطرش اونجا میتونن در همین لینک دوستان بخونن آقای غفور فتاحیان نوشته. خیلی این نمونه ها زیاد بود و حتی ما خودمون وقتی می نشستیم اینها رو در حساب این نمایش همیاری رو میدیدیم توی سالن های غذاخوری اونجا که
تو اشرف نگاه می کردیم خودمون می خندیدیم، به همدیگه نگاه می کردیم می خندیدیم وقتی افراد حرف می زدن، چون خیلی بچه ها صداشون می شناختم این افراد رو، از داخل اشرف زنگ می زدن و خیلی شیرین و جالبش این بود که از اصطلاحات مجاهدین به کار می بردن که مطلقا در داخل ایران نیست. مثلا من می دونم شما در داخل سیاج اشرف مثلا فضایی هست و باشترین زای دنیا داخل سیاج اشرفی، در حالی که سیاج کلمه عربی اصلا تو ایران نمیگن، این تو عراق یاد گرفته بود به معنی نرده انسی مخاردار، یا مثلا تضاد و تناقض و این اصطلاحات خاص مجاهدین، چون مجاهدی شرطی شده بود افرادی میتونستن به کار نبرن، کاملا میفهمیدیم که اینا دروغ میگن، مردم ایران نیستن و از همین اشرف بچه خودمونن، اینا چه مسئله چه مشخص بود. این کمک ها به این عنوان حالا اینا رو چه جمع کرده علکی، اصلا اساسش دروغه چه به قول این اصلا واقعا چی میگن مثلا از من نوشتم اونجا این در همین لینجای بله همون در همین لینجه چه چگونه از به داخل ایران برای همیاری مجاهدین زنگ میزدیم، در رابطه با همین زلزله اونجا نوشتیم که بعد از مدتی حتی لینجه هم من داشتم چی بچ کنم خودم هم نوشته بودم مقالی در این رابطه که این پول که اینا جمع کردن در همین بیان نمایش همیاری، گفتن که وقتی در همزمان با همون همیاری این فاجعه زلزله روی داد که اینها موندن که چه کار کنن، دیگه نیم تعطیل میخواستن بکنن، دیگه باید تعطیل میکردن چون وقتی دنیا داره این همه مردم و فریاد کمک و کمک جمع کردن و به مردم زلزله زده ایران همه جا هست، بسیج عمومی هست برای کمک رسونی به زلزله زدگان، اینها پول جمع میکنن برای حبس زدن برای سیم به اصطلاح تلویزیون خودشون، این دیگه خیلی مسخره میشود، اونم از داخل ایران، داخل ایران مردم زلزله زده رو فراموش کردن، به آقایان به خانم مریم رجوی میلیونر میلیاردر دادن کمک، این دیگه خیلی خنده‌دار میشد، دیدن خیلی افتضاح شده تعطیل کردن برنامه‌شون رو، بعد گفتن که خب باشه همین پولهایی که بله من یادم افتاد الان مثلی زده بودم مقاله نوشته بودم زده بودم که روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه من گفتم رو این موضوعی که اصلا نیست، تازه روغن ریخته که نظر امامزاده میکنم روغن واقعی واقعا ریخته بلاخره یه روغنی هست که الان نظر امامزاده بکنه، این اصلا روغنی هم وجود نداره، روغن ریخته موهوم رو نظر زلزله زده آجل اعلام کرد که همین کمک هایی که تا حالا وعده دادین تو همین برنامه همیاری این نمایش همیاری شون که اعلام کرده بودن در این برنامه همیاری کمک هایی که شما تعهد هایی که شما از داخل ایران تعهد هایی که کردن این تعهد ها رو ما اعلام می کنیم که دیگه بدین به خودتون برسونین به زلزله زده ها، این یعنی میشه کمک سازمان مجاهدین فرقه رجوی، کمک فرقه رجوی میشه به زلزله زده ها، اونایی که وعده دادن که اینقدر پول میدیم به فرقه به سیمای فرقه این پول ها رو برسونید به زلزله زده ها، که بعد جمع کردن اعلام کردن که شد 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان دقیق هم شده بود، اصلا 1 میلیارد و 1 قرون هم نبود، یک عدد رقم تمامی اعلام بکنن، عددتون امضاهای میلیونی که ما تو اشرف جمع می‌کردم 5 میلیون عراقی امضا کردن، یه بار رحمان اومد گفت نه 5 میلیون عراقی 3 میلیون شیعه فلان بیانیه میدادن که خواستار موندن باقی موندن ما در عراق هستن، یه گفتن یه عددی هم یا اضافه بکنیم یا کم کنیم، نمیشه یه بگیم 5 میلیون فیکس امضا کردن، گفتن 5 میلیون 200,000، حالا امضا دیگه این کارو نکردن، گفتن 1 میلیارد تومان بودجه جمع شده اینا رو برسونیم به زلزله زده، بله این واضح بود دروغ بود، چی میخواست ثابت از کجا ثابت شده کوچه بوده این پولا رو، اولا اینا تقلب بوده این افراد خودتونن چه زنگ میزنن پول از داخل ایران چه پول نمیده به اینها، بله
بله شما صحبتی داشتید؟ نه فقط دوستان لطف میکنن روی فیسبوک مینویسن، من خواهش میکنم که شما هم بعد از برنامه اگر وقت داشتید روی فیسبوک به این دوستان جواب بدید و احتمالا ازشون تشکر کنید. خب نگاهی به تعهدنامه درخواست انتقال به زندان جدید به نام اشرف سه اگه در این مورد صحبت کنید. بله این یک موضوع مهمیه چه باید ما گذاشته بودم چه صحبت بکنیم. این برنامه بردن افراد اسیر فرقه در آلبانی به یک زندان جدید است که این واقعا رکورد شکسته با این کارش مریم رجوی در تاریخ سرکوبش و تاریخ اصلا کل داغست واقعا در تاریخ دیکتاتوری و سرکوب و زندان ها حتی و زندان های دنیا همه جا بدترین زندان دنیا هم حساب بکنی بالاخره یک ارتباطی حداقل صلیب سرخ میتونه نامه بده از خانواده ها به زندانیان. خیلی اکثر زندان ها که اصلا از قدیم هم ملاقات داشتن دارن ملاقات دارن حتی بعضی جا مرخصی دارن بعضی جا چه اصلا میرن خانواده ها میبینن نامه چی میرسونن حداقل نامه میرسونن. اینا چه مطلقا نه نامی نه ارتباطی نه تماسی باشه بین افراد و خانواده و دنیای بیرون نه اینترنت نه تلفن حتی خیلی جا ببینی زندانی میره با تلفن از پشت میله ها با تلفن با خانواده شد میزن اینا چه اصلا نه دیدار با خانواده نه تماس حتی با صدا صوتی حتی نه با خانواده همچه زندانی همچه فرقه واقعا رکورد شکسته. در اینجا که دنیای امروز بالاخره اینا رو مجبور کردن که از عراق و اون زندان اشرف و لیبرتی و زندان اول زندان دوم برن اونجا اسمشو گذاشته بود اشرف اول و اشرف چه گرفتن لیبرتی رفتن گفت اعلام کرد مریم رجوی چینزا اشرف دومه برای اینجا میگفتن تو اشرف نباشد تن من مباد و شوهر شوارهایی که میدادن برای خاک اشرف و زمین اشرف وقتی از اون گرفتن گفتن خب تنها زمین نیست موضوع زمین که مجبورشون کردن که بره بیرون برای اینکه توضیح کنه اون شوارهاشو گفتن مسئله زمین نیست منظور اصلا اسم اشرفه هر جا باشیم ما همونجا اشرفه باشه لیبرتی رو گفتن اشرف دوم حالا چی رفته آلبانی اونجا خوب دولت و دنیا و کمیساریا و پایتخت مرکز پایتخت آلبانی اسکارشون دادن اونجا آپارتمان داشتن وسط پایتخت بعد دید که نه اینجا افراد میان بیرون از پنجره ها میبینن بالاخره برای خرید بیرون باید افراد بفرستن میرن میبینن دنیای امروز رو روابط افراد رو اینا چشم گوششون باز میشه بعضیشون قاچاقی به تلفن دسترسی پیدا میکنن ارتباط پیدا میکنن با دنیای بیرون با خانوادهشون. بعد موج جدایی از وقتی که وارد آلبانی شدن تا الان نزدیک تا 500-600 نفرشون رفتن بسیاری رفتن کشورهای مختلف الان تا 200 نزدیک تا 300 نفر اینا اونجا هستن. تو موج جدایی الان مخصوصا اخیراً که الان میخواهم گفت که داره آغاز شده و هر روز خبر جدا شدن و بیرون اومدن افراد زیادی رو از این سازمان میشنویم در آلبانی دوستان خبر میدن به ما. با این موج روبرو شد اومد ساری اندیشید که خب من چیکار کنم مریم رجوی که فرانسه ریویل که از رفت اونجا اتراق کرد فقط میاد میره برای همین کنفرانس های پارلمان اروپا و اینا میاد و یه سخنرانی میکنه و صحبت میکنه دوباره میره آلبانی بیشترش الان بیشتر وقتش رو آلبانی میگذرونه میره اونجا نشست میذاره با مسئولین اینا چه چاره‌جویی بکنه راهنمود میده چه جلو این موج جدایی ها رو بگیره. الان اومده بعد از مدتی دید که این موج اینطوریه نمیتونه جلو این بیرون اومدن افراد رو بگیره فرارها و جدا شدن ها رو اومد که فکر کرد که خب باز باید مثل اشرف بکنیم. اومده یه صحبت کرده با آمریکایی ها که پشتیبان همیشون هستن به خاطر فقط استفاده از به عنوان بیت برج کاملا خودشون میدونن که نیروی ندارن داخل ایران به دردشون هم نخواهد خورد اینو خودشون میدونن به عنوان یه چماق و برج سیاسی در برابر رژیم ایران بخوان
استفاده میکنن از اینها. لحل خودشون هم رفتن دیدن چه بگیر از یه از بین 50 تا 80 ساله نیستن و افرادشون به جز اینا فقط اینا هستن. تعداد جوان تمام بیشتره، 90% افرادی که الان جدا شدن توی موج جدید جدا شده ها بعد از رفتن به آلبانی جوان ها بودن، اکثر جوان ها جدا شدن رفتن، بیشتر اونایی که موندن همه پیر و فرتوت و خود رو امریکا هم میدونه که به درد جنجیدن و جنج نمیخورن. اینه که به عنوان اینکه برج استفاده بکنه اینها رو برده، قبلا یک پایگاه آمریکایی داشته مثل لیبرتی که تو عراق داشت، یه پایگاه آمریکایی ها رو داده بهشون، قدیم بوده چه یه فرودگاه گویا هلیکوپتر هم داره چه آمریکایی ها فقط میتونن بیان اونجا، گفتن چه هیچ کس نمیتونه بیاد و نه کمیساری ها نه دولت اینا حق ورود ندارن، با بتون‌های چیز دیوارهای بتونی و سیم خاردار و انواع درهای آهنی و اینها کامل چشیدن که کسی نتونه بیرون بیاد، کسی نتونه از بیرون بره اونجا. زندان بی سابقه اسمش هم گذاشته اشرف سوم، یعنی بعد از لیبرتی اینم اشرف سه. حالا میخواد افراد رو به افراد رو این صحبتاشو که از قدیم هم شده بود ما شنیده بودیم که داخل خود نیروهای تشکیلات حتی افراد وفادارشون تو تشکیلات هم مخالفت میکردن، تو نشستا بلند شدن صحبت کردن ما برای چی از شهر باید بیریم اونجا، منزوی میشیم، این اصلا به نفعمون نیست، اینجا ما با دنیای بیرون خبرنگارا میتونن بیان اینجا از ما وضع ما مطلع از حرفای ما رو بشنون فلان، به بهانه های اینجوری میگفتن و مخالفت میکردن چه با رفتنشون. ولی الان هم دیگه اصرار کردن که دولت آلبانی میگفت که نباید برن خونه بگن، همشون باید داخل اینجا خونه داشته باشن. اینا گفته بودن که نه ما نمیتونیم داخل خونه بریم، اینها امنیت نداریم، پراکنده میشیم داخل خونه ها، رژیم میاد نرو میکشه بلان، امنیت بی خود بهانه موهوم و واقعا خنده دار چه تا حالا یه نمونش هم نبوده ایت. بعد این به این بهانه ما باید با هم باشیم، امنیتمون در خطره، ما میریم. حالا چه آمریکا با فشار آمریکایی‌ها رفتن تو اون زندان اشرف سه، قبل از رفتن چون دولت گفته بوده ولی وقتی شما میرید اونجا، دولت آلبانی گفته باید توافق، باید موافقت تک افراد باشه، باید امضا بده. اینا هم اومدن یه تعهدنامه با ادبیات خود سازمان خود تشکیلات با ترسوندن از جهنم خدا و غضب خدا و خشم خدا و فلان هرچه جدا بشه فلان، تعهدنامه عضویت بازجشناپذیر، اینا میتونید در همین لینج شماره 5 اگر باز کنید، در 5 و 6 هست، در بیای پایین لینج 5 و همچنین لینج شماره 6 رو باز کنید، اینجا متن تعهدنامه عضویت بازجشناپذیر، درخواست انتقال به قرارگاه اشرف 3، عهدنامه سرنگونی و اعلام عضویت بازجشناپذیر، مشک من سرنگونی، شعارهایی که همیشه 30 ساله میده سرنگونی. اینا هر کس یعنی خودش درخواست کرده امضا میکنن که ما میخواییم اونجا بریم، این کاری رو با فشار دولت آلمان کرده ولی با ادبیات خودش که خیلی اصلا کامل سند داخلی درونی اینه، بچه های جدا شده تا کردن تو جیبشون مخفی کردن آوردن بیرون، هر چیز برداشتن دادن به بیرون. ولی حالا این امضاها رو چطوری میخواسته ثابت کنه که افراد موافقن؟ یه عکس از امضاها میگرفته مثلا یه ترجمه میکرده میداده دولت که ولی کسی که اصلا این متن نمیشه ترجمه کرد، اصلا ادبیات خودشونه. برای داخل تشکیلات گفته جو داد هرچی واقعا بخونه، عمق ارتجاعی بودن افکار و فرقه‌ای بودن اینها رو در دنیای امروز میفهمه. در دنیای امروز اومده افراد رو میترسونه، میگه ببین اول موضوع معلومه که مسئله یکی اینها بیرون رفتن و جدا شدن افراد، تو اگر مسئلت این نیست اعتماد داری به افراد چرا اینقدر قسم و آیه میاری براشون؟ به پیر پیغمبر اینا رو قسم میده از غضب و جهنم خدا میترسونی برای بیرون رفتن، تا سو اولین صحبتی که میکنی میگه با عضویت بازجشناپذیر. عضویت بازجشناپذیر که یعنی چی تو دنیای امروز؟ کسی که عضوه دیگه نمیتونه عضویت چی پس بگیره، کدوم حزب گفته چه کسی که عضو من بشه دیگه نمیتونه عضویت چی پس بگیره؟ امروز تو دنیای امروز انتخابات چی میشه؟
سال قبلش یه حزب برنده میشه، سال بعد یه حزب دیگه اکثریت میاره، افراد نظرشون عوض میشه با دیدن حوادث تحولات مختلف، هرچی از حق داره فکرشو عوض کنه، تغییر نظر کنه تو انتخابش تو فکرش. نه این چه امضا میکنی دیگه باید بری و هرگز دیگه فکرتو عوض نکنی، این چنین دیکتاتوری فکری بی سابقه است هم تو تاریخ واقعا بشریت و هم تو امروز بونم تو دنیای امروز که میگه بله. دومی که بلافاصله مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی و سازمان مجاهدین خلق ایران، چون چهار بار تا حالا مجاهدین رو منحل کرده آقای مسئول رجبی، ارتش آزادی بخش رو هی دوباره ارتش تشکیل داده، یه چیز موهوم ذهنی که بله این هی دوباره شما عضو میشین، این دفعه هم عضویت رو لغو کرده دوباره عضو میشین، این دفعه چهارمیه. در داخل و خارج میان اسیر در جیر کارزارهای پیاپی سرنگونی رژیم هستن. خب کجاست در جیر کدوم کارزارها؟ حالا چه کارزارها رو تر اعلام نکردید؟ و فراهم کردن اسباب کار در زمین جهاد هستن، در آن اسباب کارزار کجا هستن؟ چرا خبرهاش نیست؟ چرا کسی نمیبینه؟ بعدم شهدا و خونها و جهاد و مجاهدن در راه خدا و اینها آورده که مشکی من سرنگونیست، اول بسم الله شروع شده کسی که از جهاد و مجاهدت در راه خدا میگریزد، یعنی اعتراف میکنه که کلی گریختن کلی رفتن، این موضوع رو من مطرح میکنه و پشت میکند خشم خدا را برمیانگیزد و به خاطر این گناه کبیره جهنم جایگاه اوست، اگه برجدی میرین جهنم و اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار و لقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم. آیات قرآنی آورده کسی چه سوگند جلاله را زیر پا بگذارد، یعنی شما به خدا سوگند خوردید چه بر نگردید، و مستاق مغضوبون علیهم در خور لعنت و بدفرجام هستند. بعد دیگه بله هیهات چه من برای جان به در بردم و برای زندگی ننجین و روی خون شهیدان و پس از قتل عام یاران و همسنجران به خارجی و به محل امن آمده باشم. بس اونا چی گفتین که از عراق اومدیم که جام به در بریم، این همه جشن و خوشحالی کردیم که ما پیروز شدیم، که رژیم ما رو در عراق نتونست بکشه، ما سلامت رس اومدیم، خودمون نجات دادیم اومدیم آلبانی. حالا میگه ما برای جام به در بردن نیومدیم. هیهات که از مبارزه انقلابی بریده و در ایدئولوژی جنسیت فردیت فرو برنده مغلوب و مردار شده. این همه اصطلاحات ادبیات موهوم آقای رجوی چیز چیز نمیفهمه، قد ما که ما توش بودیم میدونیم منظورشون چیه. هره. بعدم صحبت بورژوازی و اینها و جهاد اکبر به معنی مبارزه و انقلاب مستمری ایدئولوژی علیه ارتضا و بورژوازی ضد انقلابی. بله بورژوازی ضد انقلابی معلوم نیست اصلا بورژوازی ضد انقلابی یا یه نوع بورژوازی هم داریم که انقلابی، الان نمی‌دونیم بورژوازی انقلابیشون بچکنن منظورشون همین آقایان جان بولتون و جولانی و آمریکایی‌ها و نماینده‌های پارلمان‌هایی که لابی‌هاشون پول میدن همش داد و ستدها با قوانین و با ضوابط بورژوازی داد و ستد میکنن و سرمایه‌گذاری‌هایی که تو تمام کشورهای بورژوازی کردن پول در میارن، اینا حتما بورژوازی انقلابیه کارش، ولی بورژوازی زنده انقلابی رو نمیدونیم ولی منظورش رو چی هست. خانم رجوی لباساش و جراحی های صورتش اینا بورژوازی نیست. با بیان صادقانه و شاخص قرار دادن سلطان نصیر جمعی ضرورت سرنگونی و پیروزی و اطلاع مجاهدین در این شرایط تاریخی است. ولی اینها سلطان نصیر بیان صادقانه یعنی شما هرچی در ذهنتون از فکرهای جنسی و مخالفت با رهبری و سیاسی و فکری و جنسی و هرچی داریم باید صادقانه بیاییم بگین ذهنتون رو. این رو داره میگه و این رو همه افراد میفهمن و امضا میکنن که باید. و سلطان نصیر تو قرآن اومده هیچ آیه چی در رابطه با خروج محمد از مکه و ورودش به مدینه زبی هجرته، بعدم گفته که یه حالت دعایی هست، دعایی هست که خدایا من رو در خروجم و ورودم صادق قرار بده و به من سلطان نصیر عطا کن و از امنی من لدونکه سلطان نصیرا.
یعنی تسلط، مهارت و تسلط و چه بر ما رو یاوری بکنه، این تسلط، این مهارت، این تجربه، تجارب برای پیروزی و برای زنجیدن و اینها اصلا ربطی ببره. اینا رو مسعود رجبی اومد تفسیر کرد که منظور یعنی جمع بشیم همه با هم بریزیم سر یه نفر اون رو هدایت کنیم، این اصلا ربطی نداره، اسمش هم گذار سلطان نصیر جمعی. از این آیه چی میخون یه دفعه افکار و اندیشه‌های خودش رو نتیجه میگیره، کاملا تفسیر برای میشه. من همون موقع همونجا که پیام رجبی رو برامون تو اشرف خوندن از سلطان نصیر آیه قرآن استفاده کرد، من نوشتم آقا این تمام تفسیرهای من، اطلاع دارم از قرآن، عمری تخصصم کارم در کار روی قرآن بود و عربی بود، مطلقا نیست اینچنین. این آیه سلطان نصیر به معنی این چیه عده جمع بشن سر یه نفر بریزن جنسر قدیم تو قبل از محمد عهد جاهلی بوده که اونو علبه میگفتن، من نوشتم و روایتش هم نوشتم که این محمد اومد ممنوع کرد و که گفت هرچس اشتباه میکنه یا کار بکنه داخل خودشون، افراد خودشون باید با نصیحت و اینها ارشاد راهنمایی کنن، انتقاد کنن، راهنمایی کنن، هرچه زحق ندارن یه دل جمع بشن سر یه نفر فوش و بعد بیراه بدن تا این هدایت کنن یا بزننشون. این رو دقیقا آقای رجبی همون عهد جاهلیت اومد پیاده کرد، اونجا اومدن یه نفر میذاشتن وسط و همه میریختن سرش رو فوش و بعد بیراه، بعد از قرآن هم آیاتی میآورد تفسیر میکرد چه این منظورش اینه. از هیچ جای سلطان نصیر که به معنی تسلط و مهارت و آیات دیگه هم هست در این مراحل، بفهم فزون نقدار سماوات و الاجدلات هم فزون ها الا به سلطان اجر با مهارت، اینها همش به معنی تجربه اندوزی و مهارت چون موقع ها و جنجه ها و اداره کشور اینا زیاد مطرح بود، همیشه تجربه مهارت همه جای بشریت این مطرح بوده که این شما رو یاری میکنه، یاوری میکنه و تجربه اندوزی برای کارهای بعدی، اون در همه حکومت ها، دولت ها، جامعه ها این مسئله با تجربه بوده. این رو آمده معنی از خودش کاملا در تفسیر من در آوردید از ترجمه کرده چه تفسیر کرده چه سلطان نصیر جمعی. بعدم بله بعد میگه که در جنج هزار اشرف برای فاتح شدن در زنج هزار اشرف تعهدات خاص کارزارم تأکید میکنم، خیلی خنده داره. حالا این اشرف سومه، حالا تا هزارو میبرسه معلوم نیست چند سال طول بکشه، حالا چه 30 سال طول کشیده تا اشرف سومو درست کردن، حالا هزار اشرف رو چجوری میخوان تا چند سال، مثلا تا چند قرن دیگه این به اشرف هزارو میبرسه، یا مثلا همه جای دنیا مثلا اشرف درست کردین کو همین یه چیش هم چه نتونستیم نگه داریم و حالا هر زمان میرم میگه اشرف و بعدم هزارش. یه اصطلاحات شعر شعارهای موهوم مزهجی که افراد خودشون هم نمیتونی بفری بچه همین افراد اینه ببین تا میکنن میذارن جیبشون امضا نمیکنن میان بیرون، بقیه هم که رفتن جرأت نداشتن حرف بزنن، آدمای بی جرگزه بودن که واقعا انتخاب خودشون هر چی توی داخل پایتخت آلبانی کردن و دیدم واقعا میتونستن همونجا هر کس میتونست داخل شهر بیاد بیرون و جا فرار کنه یا بیاد بیرون امضا نکنه، ولی گول تبلیغات فضایی چیزات کردن بره جهنم، بعضیشون از جهنم ترسیدن، بعضی غضب خدا ترسیدن، گول اینو خوردن و بعضیشون جرأت نکردن، دروزه نکردن رفتن. و اونهایی که بسیاری اومدن الان لیسته های بالا بلندی دوستان ما دادن که الان اومدن جدا شدن رفتن خیابون های اون شب هم همین هفته گذشته چه این تعهد رو دادم برای امضا، کلی اومدن بیرون و خیابون ها از ملسارات و بازیر بارو مونده بودن چه رفتن خونه های جدا شده های دیجه تا کمیساری ها باز بشه برن کمیساری ها چه در رفتن هتل، بسیاریشون هم که الان صدا شده هم بوید از اون فضای اختناق ایجاد کرده، آی کنترل از با اون دیدار کرد، با اون صحبت کرد، عکس برداشتن افرادی گذاشته تو خیابون ها، از اون نوچه ها و عقل باخته هاشون که امضا کردن رفتن، از همین ها از دست اینها بعضیشون فرار میکنن کشورهای همسایه تو کوه و جنگل ها گم میشن، چند نفرشون واقعا از جنگل به مهار، اینا فقط مهاری میشناسن که عمری باشون بودیم، من شاگردان بودن تو کلاس های عربی،
اونجا همه منو میشناسن. بچه ها از میبینی چه از یکی از کوهی چی از زنجل به من زنگ میزنه، من اونجا دارم میمیرم چه کار کنم. از ما اقسام کارا کردیم تا پلیس خبر کردن و اون چیشورها اینا تا برن اینا رو نجات بدن از کوه و زنجل. با هیچ وضعیتی جاهایی میرن گیر میکنن تو شهرهای یونان و تو یوگسلاوی تو سابق یعنی سربستان و بلگراد و مقدونیه و اون کوزوو و اینها هم چه فضاهای فقر و کشورهای هستن که از هم ریت و مثل کشور اروپایی نیستن. اینا آدم افراد فقیر و وضعیتی دارن که اصلا میرن اونجا بیرون میخوابن بعضی میخوابن. انواع اقسام افراد فاسد و دزدی اومدن موبایلشون رو بردن، پولاشون رو بردن، کتکشون زدن. انواع اقسام میرن ناچار به خاطر فضای اونجا کمیساریا. بابا اخیر دنیای من هرچی از دوستان از ایرانی ها که صدای منی میشنون واقعا دسترسی دارن به حقوقدان ها، به انجمن ها و نهادهای دموکراتیک حقوق بشری مخصوصا ایرانی ها و همچنین نماینده های پارلمان ها بجن فشار بیارن به کمیساری ها که مطلقا این اجازه نده به این سران فرق افراد فرق اینها رو کنترل کنن، چنین فضایی اونجا ایجاد کنن، عکس از اینا بردارن یا حقوق آی باید حقوقشون رو بیان ما بدیم. اینا همه هیچ کدوم ترجیح میدن برن حتی گشنه باشن خیابونا باشن از اینا حقوق نگیرن. به اینها مسکنشون و زندگیشون حقوقشون رو خود کمیساریا مستقل تامین بکنه و فضای زندگی آزاد دموکراتیک آزاد مستقل ایجاد کنید، بتونن اونجا حتی ما هم اونجا هستن زندگی بکنن و مجبور نشن به کشورهای دیگه برن یا تو جنجل برن. خب افرادی هستن که اونجا هستن موقتنش و کمیساری ها بعضیشون هتل برده تا های میجه چه باید از اینجا یه مدت مشخصی هست، باید بعد از مدتی باید از خانوادتون پول بگیرید یا برید از سازمان پول بگیرید، اگر نمیگیرید خودتون باید تمرین کنید. توافق کردن که فقط پولش رو سازمان باید بده چون افراد دیگه فرار میکنن یا جدا میشن که دیگه نمیخوان برن دوباره با اونا روبرو بشن که از اونا پول بگیرن. این چیزی ابتدایی روانشناسانه انسانیه چه کسی که باید گروهی باید نفر باید خانواده قهره باید جمعی قهره از اونجا فرار کرده یا رابطش رو قطع کرده دیگه نمیتونه. حقارت انسان تحقیر شخصیت انسانه که شما بهش میگین که برو از اونجا حقوق بگیر یا پول بگیر برای زندگی. این کار کمیساریا که مسئولین فرقه رو سران فرقه رو به رسمیت میشناسه با اونا مذاکره میکنه حرف اونا رو اجرا میکنن، اینا رو به سازمانهای بین المللی شخصیت ها حقوق بشر دنیا نهادهای حقوق بشری باید رسونده بشه که فشار بیارن به کمیساریا که این افراد رو فقط به رسمیت بشناسه اونجا با افراد مذاکره کنه صحبت کنه فرد فرد به عنوان پناهنده هم اونجا مثل همه پناهندگان دنیا و فشارها بیارن مسئولین به مریم رجبی اینجا که افراد تشکیلات رو آزاد کنه بتونن ارتباط برقرار کنن با دنیای بیرون. این واقعا من این کاش بشه میشد اینو ترجمه کرد مفهومش فهمون که چه زندانی میبرن اینها رو چه زور کنترل میکنن به سر مریم رضایی میکوبیدن که بابا تو دنیای امروز چطور با این ادعاها که میای تو پارلمان اروپا و تو جاهای دموکراتیک انسانی امروز ادعای حقوق بشر و دموکراسی میکنی آزادی میکنی این برنامه ها چیه این حرف ها چیه بسم داخل تشکیلات به افراد میزنی چنین زندانشون میکنی. این یه شکنجه جمعیه روحیه یک انسانه چی بجه بعد نوشته به نشانه اعلام عضویت بازجشن ناپذیر درخواست انتقال به اشرف سرا دارم. من امضا میکنم خودم میخوام که برم به اشرف برم اونجا که دیگه بعد نتونم برگردم. آخه این شد فرمی که درست کردی، این افراد معلومه که باید امضا کنند، معلومه که تو فضایی که اونجا ایجاد کردی باید این امضا کنند. مثلا افراد خودشون نمی نویسن، باید بنویسی که خط بنویسی که من میرم اونجا دیگه بر نگردم. این چی امضاییه امضاگیریه درخواست خودشون رفته. بعدشم آخرش هم خیلی خنده دار برای اولین بار ما تا حالا چه نشنیده بودیم شرط دیپلم گذاشته. این مرانج برای عضو از این به بعد چه دیگه دوباره میخواید عضو بشید
اونایی که دیپلم نگرفتن باید دیپلم بگیرن بتونن امضا بزنن. اصلا چیز موهومیه، از کجا دیپلم بگیرن؟ تو اون زندان چجوری دیپلم بگیرن؟ از کجا اینترنت چرا ندارن؟ بعدم اونایی هم که 70-80 سالن، قدیم لیسانس دارن، تحصیلات قدیم کردن یا خارج یا ایران، بخوام به اینا درس بدن که اصلا 30-40 سال 50 سال پیش دیپلم گرفتن، اینا که اصلا کاری نکردن، اینا که اصلا آموزش هاشون رو فراموش کردن، چی بخوان درس بدن به اینا؟ درس بدن بعد خودتون به اینا دیپلم بدید؟ بعدم میگفتین که تحصیل کرده ترین ارتش فلان و بعد چی شد که الان دیگه معلوم شده که آقایان خیلی هاشون حتی دیپلم هم ندارن؟ و دیپلم بدن دیپلم چجوری بگیرد؟ بعدم از کجا از چه شرط عضویت دیپلم شده بوده ما نمیدونیم، چون هیچ وقت همچی شرطی نبوده، از اول سازمان صلاحیت بوده، موضوع میزان گواهی نامه ملاک و معیار نبوده. این فقط فقط برای امروز مطرح کرده، فقط برای مشغول کردن افراد که اونجا که میدن الان تو اون زندان، باید یه طوری اینا رو مشغول کرد. یه کلاس هایی میذاریم، میگیم بیاین شما درس بخونید، اونایی که بلدن قدیم درس خوندن میان به اینا درس میدن که بدن آقا تعهد بده چی دیپلم بگیری، بعدم یه گواهی امتحان بدم نوشته باید امتحان خواهم داد، امتحان خواهم داد، همچین حداقل تحصیلات کلاسیک برای عضویت دیپلم است که برای آن هم تلاش میکنم. این تلاش و امتحان مجموعه مشغول کردن افراد رو طرح نقشش رو از الان ریخته که اونجا کامل برنامه ریزی بکنه که اینا چه در عملیاتی هست، نه مبارزی هست، نه کاری هست، مسئله دار نشن که بس ما الان چه جهادی داریم میکنیم، چه مجاهدتی، چه مبارزی داریم میکنیم، بگیش مبارزه تو همینه، اینجا بشینی درس بکنی که باسواد بشی. این برنامه رو برای این ریخته که افراد اونجا بیکار نذاره که به اسم دیپلم گرفتن. اینم پایان این عهدنامه و اعلام عضویت بازجشناپذیر، اعلام بردن به زندان افراد امضا میکنن که ما خودمون اختیار خودمون داریم میریم زندان. آقای حسین نژاد مقوله‌ای نبوده هیچ. اجازه بدید چون یکی از دوستان سوال کرده که آقای حسین نژاد از آلبانی چه خبر و آقای احسان بیدی در همین رابطه پاسخ دادن، من نوشته آقای احسان بیدی رو بخونم. ضمناً آقای بیدی، آقای شادانلو نوشته بودن که باهاشون تماس بگیرید اگر امکان داره. من از دوستان خواهش میکنم که توی این قسمت عمومی برای همدیگه پیام نفرستن و میدونید که شما میتونید به صورت خصوصی برای هم پیام بفرستید و این قسمت رو فقط برای چیزای عمومی نگه دارید. آقای بیدی نوشتن که به درخواست دولت آلبانی که احساس خطر میکرد از سازمان تروریستی و از طرفی تنفر مردمی و دولتی که خواهان اخراج سازمان تروریستی رجوی از آلبانی بودند، دست آخر دولت آمریکا برای اینکه تنش در کشور آلبانی نباشد آنها را از تمام سطح شهر جمع‌آوری کردند و تبعیت کردند و از قرار معلوم قرار از تمام مقررات سازمان جمع‌آوری شود و نکته جالب نفرات داخل تشکیلات حاضر به رفتن نبودند و مریم رجوی خودش نشست گذاشته با آنها و تعدادی امضا نکردند و نزدیک به 16 نفر و چند فرمانده به تازگی جدا شدند و الان نزدیک به 200 نفر در قرنطینه خروجی هستند. دولت آلبانی سازمان تروریستی و تبعید تروریستی را تبعید کرده. شما خبر جدیدی دارین؟ ضمناً به من گفتن که دوستانی که در آلبانی جدا شدن ممکنه به زودی برنامه‌های در تلویزیون مردم هم داشته باشن. شما چه خبر جدیدی از آلبانی دارید آقای حسین نژاد؟ لینج شماره 6 رو باز کنید. موج جدایی با امتناع از امضای تعهدنامه نوشتم و شماره 5 و 6 مخصوصاً تو 6 اینها. بله، این الان ما اخباری که رسیده دستمون بعد از این تعهدنامه یک موج جدید، قبلا که دائم هر ماه تعداد جدا می شدن می اومدن، ولی با این اعلام این عهدنامه به اصطلاح و امضاگیری اجباری برای انتقال به اشرف سجیجه، چون دیدن که دیگه هر چیز بره دیگه رفته، دیگه نمیتونه از اونجا بیرون بیاد، موج دست جمعی هستن، جدایی و بیرون اومدن دست جمعی صورت که گرفته. اولیش 16 نفر بودن که تعدادی از فرماندهان معروف و مسئولین قبلی قدیم بودن
که اسماشون رو دادن که ما داریم میشناختیم بچه های 35 سال همه 40 سال 35 سال 32 سال از قبل از زمان انقلاب با مجاهدین بودن، از فرماندهان اولیه عملیات ها و از فرمانده های یگان های مجاهدین بودن، مسئولین مجاهدین بودن، اومدن بیرون و بچه افراد دیگه 25 سال با سوابق 20 سال 25 سال 17 سال و 18 سال بین سنین تا 40-50 اینا اومدن بیرون اکثرا و بسیاریشون که مونده بودن خونه های جدا شده ها تا کمیساریا براشون برده بعدن هتل تا بتونن خونه بگیرن. خوب اون قبلی ها که براشون خونه تونستن بگیرن دیگه بعدن با کمک خانواده هاشون اینا در هر چند نفری خونه گرفتن خونه هستن زندگی میکنن. اونا که دیگه خواستن داخل آلبانی بمونن خونه دارن و این ها تو خونه اونا بودن تا اینا برن هتل رو تا بتونن اونجا خونه بگیرن زندگی بکنن تا تعیین تکلیف بشن توسط کمیساریا. ولی موج جدایی الان افراد از مقر مفید چند تا مقرهای دیگه شون که موندن نرفتن به اون اشرف سه هنوز اونجا هستن. ولی اون 200 نفر هم در قرنطینه هم چه از تشکیلات خارج شدن چه نمیذاره چه بهشون افکارشون رو پر کرده اونجا با شستشوی مغزی و این ترسوندن و اینها که شما باشه تو تشکیلات نیایید شما مجاهد نیستید ولی زیر حمایت ما باشید اینجا شما زندگیتون رو ما تعمین میکنیم کسی نفهمه شما جدا شدین چون مسئله درد فرقه همینه چه نفهمن چی تعدادی جدا شدن و افراد جدا شده مشخص نشه تا این فروپاشیش برای ارباب آقای ترامپ که منتظر فعلا منتظر کاریشون هستن که یه کاری بکنه جنا رو نجات بده ای وعدی سرنگونی سرنگونی برای این میدن که امید دارن که در حمله خواهد کرد به ایران و ما رو میبرن اونجا حکومت میرسون. اینا نشون بدن به اون که ما هستیم تا این ضعف نشون داده نشه بیرون نجن اینا هی جدا میشن برای اینکه مشخص نشه اینا رو تو قرنطینه نگه داشته. همه هم میدونن که اینا تو تشکیلات نیستن بسیاریشون هم که الان نوبت بیرون اومدن هستن تو همین مقرهایی که نرفتن به داخل به همون اشرف سه که در روزهای آینده حتما اسامیشون اعلام میشه میان بیرون مشخص میشه و دوستای جدا شده ارتباط برقرار میکنن چون نمیتونه دیگه اینا رو نگه داره اونجا حتما در زیر چیز خودش زند در حقیقت افرادی که از تشکیلات اومدن بیرون من میخوام بیان بیرون دوباره بخواد هی چش بده من رسیدگی به امورشون و وسایلشون چش بکنن بازرسی کنن انواع بهانه ها میاره که اینا رو چش بده چه مدتی نیجه داره چه تا اینا برن کمیساریات تحویل بدن. ولی خیلی ها تا حالا 16 نفر کامل اومدن بیرون که رفتن کمیساریا با ارتباط با جدا شده ها صحبت کردن اینا دیگه چه از مسئولین و فرماندهان هم هستن با خانواده هاشون تماس گرفتن میتونن اینترنت و بچه راهنمایی میکنن که به موبایل و اینترنت و به سیم کارت و اینا چون نمیدونن چیه چه اینا اینترنت چیه سیم کارت چیه موبایل چیه بتونن دسترسی پیدا کنن که با خانواده هاشون تماس بگیرن بیرون تماس بگیرن. ما هم همیشه در جریان اخبار هستیم و هر اخبار جدید رو به صورت اجر توضیحاتشون فعلا اعلام نمی کنیم خوب به خاطر بعضی مسائل در رابطه با کنترل و تعقیب مراقبت فرقه. ولی کلی به صورت کلی همه اخبار رو اعلام می کنیم. بله آقای احسان بیدی هم نوشتن که تبعید کرده ببخشید مثل که تبعیده بله. بله پس جاش معلوم شده گفتید یه پادگان کهنه‌ای که متعلق به آمریکایی‌ها بوده و میرن بله. اونجا بله. خب بله دوستان عزیز با آقای قربان علی حسین نژاد هستیم. ایشون مترجم ارشد سابق عربی بودن در سازمان مجاهدین و قبلا هم چندین با مهمان برنامه تلویزیون مردم بودن. میتونید ویدیوهای قبلی ایشون رو از کانون آوا یا از گوگل و یوتیوب هم تماشا کنید. ضمناً در رابطه با اون گلریزان یا حمایت دوستمون آقای مصطفی محمدی میگه قبلا که هنوز عضو به اصطلاح هوادار سازمان بودند و دخترشون در سازمان بود میگن که یک بار از کانادا
بهشون گفته بودن که شما هم زنگ بزن و به اصطلاح دروغی بگو که من حمایت میکنم، و ایشون هم گفته بوده که 5000 دلار حمایت میکنه. یعنی دوستان، این چیزایی که شما میشنوید تو سازمان، تو تلویزیون مجاهدین، اینها حقیقتا یک برنامه هست که آماده کنن بینندگان و شنوندگان رو، مدارکی هم باشه برای پولشویی. ماجرای پولشویی و اینها چندین برنامه آقای کرمی، آقای حسین نژاد و دیگر دوستان داشتن. اینها رو هر وقت که وقت داشتید نگاه کنید و ببینید که سازمانی که پس از 50 سال از عرش چنین به فرش رسیده آیا امیدی داره؟ سازمانی که نمیتونه خودش رو آزاد کنه یا آزاد نگه داره چجوری ادعای این رو داره که میخواد ایران رو از دست آخوندها آزاد کنه؟ من ساکت میشم. آقای حسین نژاد با شما هستیم در مورد فراخوان برساندن کمک های مالی و حقوقی در زمینه ارتباط با خانواده جدا شدگان. اجازه بدید که بگم ضمن این که ما همه خوشحال شدیم که دوستان به اصطلاح اسیر در سازمان مجاهدین از اون گرما و صحرای عراق و اون به اصطلاح تهدیدهای جنگی و اینها آزاد شدن و آمدن آلبانی، ولی از طرفی دسترسی خانواده های اینها بهشون کم شده. شما یه مقداری در این باره اگه امکان داره توضیح بده. بله، من همین خواستم، من نوشته بودم که بجم این واقعا دوستانی که جدا میشن و میان بیرون، چنانچه گفتم نمیخوام برن دوباره مقر فرقه از اونا پول بگیرن، چون طبق قراردادی که اینا کمیساریا با سران فرقه امضا کردن و گفتن، خود فرقه از اول به اینها قول داده که من خودم تأمینشون میکنم تا برای به هدف این که افرادی که جدا بشن وابسته به خودش نجات داره، اینها رو نیازمند محتاج خودش بکنه که تا در زیر به اصطلاح کنترل بازم فرقه قرار بگیرن، چون معلوم از لحاظ مادی کسی نیاز داشته باشه به جریانی یا چه نهادی یا کسی، خب وابسته میشه به اون، بران نمیتونه از محدوده حرف و فرمان های اون بیرون بره. اینه چه گفتن بیاد از ما پول بگیرن، این واقعا این توافق، این کار کمیساریا چه با سران فرقه در رابطه با افراد پناهنده صحبت میکنه کاملا غیر قانونی، غیر برخلاف حقوق بشر، برخلاف قوانین بین المللی. افراد رو تک تک باید شخصیت بده، با افراد باید صحبت بکنه، خودش باید هزینه هاشون رو تامین کنه، خودش مستقیم افراد باید برن از کمیساری ها بگیرن. این چنین اختیاری که به سران فرقه داده، حالا به چه علالی مادی هر چه منافعی که داشتن به چنین کاری کردن، این مسلمه که افراد نمیخوان برن دوباره تا تعهد بگیرن ازشون، با این حرف نزن با اون حرف نزن، با کوچیش در این ارتباطی با افراد جدا شده کنترل میکنن، عکس بر میدارن بعد میره اونجا پولشو بگیره، حقوق بگیره، قطع میکنن نمیدن، یا تعهد میگن نه دیگه با اون فلان صحبت نکن، اگه با اون صحبت بکنی دیگه من پولیت نمیدیم، یا فلان تلفن زدی، فلان حرف زدی، تو فیسبوک باز کردی، تو فیسبوکت فلان کس هست از جدا شده های خارج علیه ما فعالیت میکنن، تو ارتباط برقرار میکنی. اینها رو تو دنیای امروز بخوای چی اختیاری؟ این معلومه چه کسی که پول بخوای بده ناصار بشه بره تو مقر اونها، با اینها اینجوری روبرو میشه. الان شما رو اگر لینک شماره 4 رو باز کنید، توی سایت خود فرقه هست نوشته 2 فوت خود فروخته به رژیم ادکار آخوندی در سقوط کتابان. این بچه جدا شده خود ببین چه چیزهایی نوشته، چه سندسازی هایی کرده علیه اینها، چه اینها از داخل اصلا از بعد از 20 سال 30 سال از داخل خود مجاهدین تازه فردن که فهم بیرون اومدن به علت اینکه مصاحبه کردن با تلویزیون خود آلبانی علیه فرقه افشاگری کردن، از اونجا به بعد شدن که اینا اصلا خود فروخته بودن، از داخل
تشکیلات اصلا ما با اطلاعات رژیم ارتباط داشتن، ما تذکرم میدادیم که ارتباط برقرار نکنیم ولی قبول نمی کردن، آخرش اخراج کردیم. ببین چیه موهوماتی، اونم بعد بچه عراق نگفتیم، بچه عراق نکردیم، 20 سال 30 سال تو عراق بودن اینا، این همه سالهای سال یعنی این کاری میکردن به طور الان بعد از اینکه اینا مصاحبه کردن افشاگری کردن این حرفو میزنید. یا بارها شده که الان سندشو من نیاوردم، یه بار نشون دادیم مصاحبه های قبلیمون، میدونم حسن نایب آقای از این سران شنزجر فرقه امضا میکنه که پشت سر هم به علت ارتباطات فلانی فلانی و هم در ایرون از این ببر ما از دیگه پولی که از خون شهدا داریم پولی فلان دیگه قطع کردیم حقوقشو و ما پول نمیدیم به اون، خودش امضا میکنه پول نمیده، چه بردن بچه ها گذاشتن جلو کمیساریا چه گفتن، حالا گفتن که درخواست شده چنین چیزی نکنید، پولشونو قطع نکنید، حق ندارین قطع کنید، حالا قبلا این کار میکردن. آقای حسین نژاد باور کنید من اینجا به آقای گلن ترشیزی که خیلی در فعالیت مجاهدین با وجودی که میگه من هوادار هستم ولی خیلی فعالیت دارن و میشه گفت هر وقت اینا جلسه ای دارن ایشون میره تو مجلس آمریکا یا توی کمیته های مختلف، گفتم بابا اینا اگه یه عقل سالم داشتن هر کی جدا میشد یک کتی، یه بلیزی، یه شلواری، یه عینکی، یه کفشی بهش کادو میدادن، یه کارتی هم بهش مینوشتن میدادن که مثلا ما از خدمات شما در 15 سال گذشته ممنونی، یه قاب عکسی بهش میدادن و این طرف وقتی میرفت این رو هر روز تو اتاقش میدید و میگو خب اقلا از من قدردانی کردن. ولی این روش زشتی که تا اینا جدا میشن شما مینویسید اینها مزدور بودند و ما هم خبر داشتیم، خب بلا فاصله سوال میاد تو مغز افرادی مثل سوربی که آقا این چه سازمانیه که همه مزدورن و شما چه رهبرانی هستید که خبر داشتید اینها مزدورن ولی اینها رو نگه داشتید و اینها رو به عنوان اعضای خودتون به مردم ایران معرفی کردین. من میخوام از شما سوال کنم که خب نزدیکتر بودید با رجوی، احتمالاً افراد رده بالا رو میدیدی، مغز سالمی تو اینا هست؟ چون بعض وقتا میبینیم یه کاری که اشتباه میکنه یه نفر، نزدیکترینش، دوستش، برادرش، همسرش بهش میگه آقا این کاری که کردی یا خانم این کاری که کردی زشت بود، کسی هست اون بالا که به هم دیگه بگن این کار درست نیست؟ بفهم. ولی من مقاله نوشته بودم که این بعد سازمانی که همش در خدمه شده شعبه، انگار شده شعبه وزارت اطلاعات در آلبانی در تیرانا، این چه مذهبیه واقعا؟ آخه این هرچی میاد فعالیت میکنه اطلاعاتی بوده، رژیمی بوده، با این انجی، با این فقط برای خراب کردن چهره، برای فضا ایجاد کردن، واقعا در این شرایط من برای همین این فراخوان رو دادم، گفتم جنب بجم چه این افرادی که کمکاشون رو با کوچکترین افشاگری با هر گونه ارتباطی پولشون رو قطع میکنن، کمک قطع میکنن، کمک چه تعهد دادن به کمیساریا که پول بدن اینو قطع میکنن، خب خانواده هاشون مجبورن بدن، خانواده ها چه چقدر میتونن بدن، خانواده های خیلی هستن اصلا اطلاع ندارن از خانواده هاشون، اصلا بعد از 20 سال 30 سال بسیاری بچه ها هستن، اصلا افرادی هستن میان بیرون اصلا نمیتونن ارتباط، اصلا نه تلفنی نه اثری نه کوچیکترین اطلاع از خانوادهشون ندارن، چه مخصوصا مناطق زنگ زده، مناطق زلزله زده. من زلزله زده رو من حالا یادم رفت بگم، این افراد زلزله زده چه افراد خود تشکیلات نمیتونن ارتباط برقرار کنن چه از زلزله زده ها از خانوادهشون مطلع بشن، بعد خانم رجبی اینجا کمک بدیم به زلزله زده، آقای حقوق بشر، آقای دلسوزی، تو افراد خودت چه اهل کرمانشاه هست، بسیاری افراد تشکیلات اهل اسلام آباد هست، اهل پرسر پولیزه ها و مناطق زلزله زده نگران خانوادهشون هستن، یک لحظه بیمیذاری اینا خبر بگیرن، تماس بگیرن، تو خودت باید بری تلفنشو در بیاری، شناسایی کنی، خبر بگیری اگر واقعا سازمانی هستی که در داخل ایران پایگاه داری، چه نیستی نداری، خب اگر هستی خوب بگو اطلاع بده، برن تماس بگیرن بتونن از خانواده هاشون خبر بگیرن وضعیتشون. اینها
افرادی که واقعا خانواده هاشون فقیرن، اصلا ندارن چیزی بدن یا اصلا اطلاع ندارن از خانواده هاشون چی شدن، کشته شدن، رفتن، نیستن، هستن، از کجا پیدا کنن که کمک به پول بگیرن از خانواده هاشون، از سازمان هم نمیخوان برن بگیرن یا قطع میکنه پولشون رو. خب اینها رو واقعا هرچه از هر جا بتونید با سازمان های خیریه بتونن دوستان و هر یا آشناهایشون دارن از حقوق بشر، از مؤسسات خیریه بجن با اینا تماس بگیرن، به اینا کمک بکنن از لحاظ مالی، از لحاظ حقوقی، اداری، در زمینه پیدا کردن خانواده هاشون، ارتباط با خانواده هاشون. بسیاریشون به من متوسل، به بچه های دیگه متوسل میشن، اونجا به وسیله افراد دوستامون، دخترم، اینها چی دیگه، من تلفونمو دارن، ارتباط داریم با اونها، تماس میگیرن، به من زنگ میزنن، تو رو خدا ببینین خانواده مونو میتونین گیر بیارید. ما به خانواده های ایران چه تماس داریم میپرسیم، پرسان تا خانواده شونو پیدا میکنیم، آدرس تلفنی میدیم که بتونن تماس بگیرن، یا افرادی که باز از جدا شده ها اونجا بتونن با بچه های جدا شده آلبانی تماس بگیرن، یا با افرادی که تو امکاناتی که تو خارج کشورهای مختلف دارن از سازمان های خیریه بین المللی یا ایرانی و یا وکلای ایرانی ها بجن، پول دارن، امکانات دارن، به اونها کمک بکنن، تماس بگیرن، به جدا شده ها کمک بفرستن، نامنگاری بکنن، به کمیساری ها اعتراض بکنن به زندانی کردن این افراد پناهنده که برده به زندان بدون هیچ ارتباطی، و به این جور برخورد با جدا شده ها که باید وابسته باشن به این فرقه، اینو زندگیشون رو تضمین بکنن. این کمک ها بچه ها از هر امکانی باید الان هرچه از ایرانی هایی که صدای من میشنون امکانات دارن استفاده بکنن، شخصیت ها و حقوقدان ها این همه هستن ایرانی ها دو خارج و ارتباط دارن با نهادهای بین المللی، با شخصیت های خارجی زبان بلدن، میتونن ترجمه کنن برای این دوستان نامه هاشون و اعتراضاتشون رو، از هر جهت به اینها کمک برسونن. بله، من دیگه من اینجا مطالب ما بسیار ممنونم به تمام شد. باز اگر شما سوالاتی و نوشته های دوستان دارید بخونید، یا سوالاتی دارید من جواب بدم. نه، فقط سوال من اینه که اگر خانواده ها بخوان، شما چون گفتید که خیلی از جدا شدگان حتی اونایی که از سازمان فرار میکنن به کوه و جنگل میزنن و به کشورهای میرن که وضعیتشون بدتر از آلبانی و اینها هست، گفتید با شما تماس میگیرن، پس خانواده ها میتونن با شماها تماس بگیرن تا شاید ترتیبی داده بشه که اینها بتونن آسونتر برن به آلبانی، یا به اصطلاح بهشون راهنمایی کنید و اینها. یعنی شما که خودتون از این قید و بند آزاد شدید، الان حاضر هستید که به اونها کمک کنید تا اونها بتونن افراد فامیل یا دوستانشون رو از اونجا نجات بدن، درست میگم؟ نه، این بله، تا ما فقط میتونیم اطلاع خبر بگیریم ازشون، از دوستای جدا شده که میان بیرون آزادن، دسترسی پیدا کردن به اینترنت، به تلفن، اینا میتونیم ما تماس بگیریم باشون، ازشون بپرسیم که مثلا فلان کس فلان با این اسم و فامیل اونجا در تشکیلات در چه وضعیه، مثلا اهل بیرون اومدن هست، بیرون میتونه بیاد، یا میتونیم ببینید خبری میدن. و خیلی از خانواده ها با ما تماس گرفتن، تا حالا از دوستان سوال کردیم نظرشونو گفتن این چه هست، چه میتونه جدا بشه، میتونه نشه، چون تا فرد بیرون نیاد، خودش ذهن خودشو آزاد نکنه، نخواد بیرون بیاد، چه کسی نمیتونه کاری بکنه. برخورد کمیسار یا سازمان بین المللی با این فرقه اینجوریه دیگه، با به عنوان فرقه برخورد نمیکنن، میگن افراد خودشون نمیخوان، فرقه هم بهشون میگه بیا با ازش بپرس، ببین اونم میره میپرسه، خب میگه من نمیام، من تماس نمیگیرم با خانواده، چرا خودم. همین مشکل رو شما داشتید دیگه، با همین مشکل رو شما داشتید با فرزندتون، آقای محمدی داشت با فرزندش، و اتفاقا حتی ویدیوهایی هم درست میکردن اینها. دوستان میپرسن که شماها با به اصطلاح فرزندانتون در تماس هستید و امیدی هست که اینها هم یه روز در برنامه شرکت کنن یا نه؟ من بهشون میگم بعضی از این دوستان وقتی جدا میشن مدتها یا ماها باید با خودشون به اصطلاح مبارزه کنن، کلنجار برن که ببینن که به اصطلاح
حاضر بشیم افشا کنیم، یا این یه جورایی نمیخوام بگم خجالت میکشن از گذشته خودشون، ولی نمیدونن چجوری باهاش روبرو بشن. حالا فکر میکنید که این دوستان مخصوصا جوانها روزی میرسه که اونها هم مثل شما این شهامت و شجاعت رو داشته باشن که خاطرات گذشتهشون رو با دیگران در میون بذارن؟ حتما 100% اینها خواهند گذاشت، و در فضای آلبانی مقدار مشکله. اونجا تا حالا به ندرت، تا حالا انگوش شمار 4-5 نفر از بچه ها تونستن تا حالا مصاحبه کنن با تلویزیون اونجا یا ضبط کنن. برنامه اخیرا ضبط کردن، خیلی جالب. این دوستمون آقای سیامک نادری صحبت کرده، خیلی اونجا ضبط کرده، سالها جدا شده اونجا، الان بعد از سالها که اونجا الان چند سال اونجا هست، از اون سریهای اول تو آلبانی جدا شده، الان برنامه ضبط کرده، خودش برای خودش اصلا ضبط کرده، گذاشته یوتیوب، در زندان و شکنجه‌هایی که در اشرف دیده بیان کرده. خیلی واقعا سوزناکه. روزی اگه بتونید پخش کنید میدیم. خیلی الان بعضی بچه ها میرن با تلویزیون های اونجا مصاحبه میکنن، به ندرت البته، ولی خیلی بسیاری حدود 300-400 بچه ها که بود هم قرنطینه تحت کنترل، هم بقیه هم که حدود 250 اینا حدود اینقدر آزادن، بیرونن، خونه دارن، تو هتلن یا تو خونه دارن، میترسن از فضای چه فرقه اونجا ایجاد کرده، از برچسبا و از تهمت ها و فحش هایی که میده، اونا میترسن به خودشون به اینا انج بزنن. اینا جرأت نمی کنن همه، مسلم. خب اینا مشکله، کسی ذهنشو از این فضا آزاد کنه. اون جدا شده ها همه جدا شده هم بقید به خانواده هاشون تماس دارن، تماس پیدا میکنن. بسیار ممنونم از شما. ولی اگه افشاگری بکنن باید از حتما از آلبانی در بیان. اینا خودشون هم میگن در تماس با ما خیلی هاشون میگن، میگن ما اگر از آلبانی بیایم بیرون از این شرایط اینجا میترسیم برای ما کارشکری بکنن، به گرفتن پاسپورت، گرفتن مسائل کارهای اداریمون کارشکری میکنن، میان احضار میکنن، میان مزاحمت ایجاد میکنن و فحش میدن، برچسب میزنن. ولی بیرون بریم دیگه از این فحشاشو نمیترسیم. خیلی هاشون میگن ما بیایم بیرون دیگه، چون وقتی فرماندهی میرسیم، زندگی میرسیم، میدونیم اینا دیگه کاری به ما دسترسی نمیتونن داشته باشن، افشاگری میکنیم، حتما مطالبشون رو میگن. الان هم تا بدون اسم، بدون اینکه شناسایی بدن، مقاله مینویسن، خاطرات مینویسن. خیلی هاشون ما منتشر کردیم تو سایت هامون، خاطراتش از اشتب، از بیبرتی، تمام جنایت هایی که اینا از اینها دیدن در رابطه با خانواده ها، محدودیت و سرکوب اینها، چه ما منتشر کردیم بدون همه با اسم مستعار. الان منتشر میکنن، حرف میزنن یا با ما مخفیانه ارتباط برقرار میکنن، اوضاع اونجا رو میگن، بچه های جدا شدن خبر میدن، اخبار اونجا رو میگن به ما بدون اسم اونتا. ولی این که علنی بیان مصاحبه با صدای خودشون با تصویر، اینو همه انجام نمیدن. باید از آن وضعیت آلبانی مشخص بشه اینا به کشورهای برن که فرقه اونجا نفوذ نداشته باشه، افراد نداشته باشن. الان تو اون زندان هم که رفتن باز افراد خاص خودشون رو که مطمئنن اینها بیرون نمیرن و همون سرانشون از اون بالاها رو میفرستن بیرون، چک میکنن خیابونها رو، افراد رو میخوان کنترل کنن. شهر کوچیکیه، خیلی از اندازه یکی از کوچیکترین شهر، یکی از شهرهای کوچیک ایران پایتخت اونجا. خیلی همه هم دیگه میبینن میان اینجا تو اون فضا نمیتونن، ولی خانواده ها فقط میتونن به وسیله ماها از وضعیتشون اطلاع بدن. اونا که جدا شدن که دیگه کامل میتونن و ما به ما بجن بجیم این جدا شده دوستان اونجا، همه با خانواده‌هاشون ارتباط دارن. اونایی که جدا شدن که با خانواده ارتباط دارن، فقط اونایی که داخل تشکیلات هم به هیچ وجه امکان نداره مجرد شخصی ذهنشو بتونه آزاد کنه، خودش در اختیار خودشه. دختر من خب چی بود، من فکر نمی کردم ذهنش خودش آزاد کرد، هیچ شرط به خاطر یک ماموریت اینترنتی چی داشته بالاخره همه دوری شرایط قرار نمیگیرن. اگه بتونن راه پیدا کنن به اینترنت، افکار رو بیرون رو مطالعه کنن، فکر کنن، ببینن اوضاع بیرون رو، و حتی دکتر من دیده چه مقالات، نامه ها به اسم و عکس خودش بدون اطلاع این چاپ کرده، منتشر کرده، اومده بیرون. بسیار ممنون. ذهنش باز شده، ذهن افکار رو به بیرون اگه کسی باز بشه
راه پیدا کنیم، مسلم خانواده ها اگر تلاش کنن و از طریق کمیساری از طریق نهادهای بین المللی به مریم رضوی فشار بیارن که به اینها به جای خانواده ممنوع نیست، خانواده حرام نیست، این پیچ رو برداره، این محرومیت این ممنوعیت رو، این حرمت رو، حرام بودن خانواده، آقا فشار بیارن تا این بتونن و دولت آلبانی فشار بیارن چه این چیه برخلاف حقوق بشر این کار چیز ویزا نمیدی به پاسپورت ایرانی، این کار فرقه است، این فقط خواست فرقه است که این به بهانه امنیت ارتباط با خانواده قطع کرد، دولت آلبانی ویزا نمیده برن، باید تلاش کنه از طرف بین المللی به کمیساریا و به مریم رضایی فشار بیارن که این محدودیت رو، این ممنوعیت برخلاف قوانین بین المللی و حقوق بشری رو برداره، چه بتونن خانواده ها برن اونجا با بچه هاشون حتی داخل تشکیلات ملاقات کنن، حد درصد فضا با میان بیرون، از فرقه هم از همین میترسه. بسیار ممنونم از شما، یه بار دیگه بهتون تبریک میگم که دختر شما هم بالاخره به دنیای آزاد رسید، امیدوارم که زندگی جدید و خوبی در پیش داشته باشه و از اینکه شما با ما بودید ممنونم، امیدوارم در آینده هم باز با ما باشید و خبرهای بهتری رو در اختیار دوستان بیننده قرار بدید. خیلی ممنون. من در حین برنامه ایمیل شما رو نشون دادم، یه بار دیگه هم الان اینجا نشون میدم، qurbanali1329@gmail.com. فیسبوک شما آدرس شو اینا همه روی فیسبوک به صورت کامنت نوشتیم، هیچ به اصطلاح اشکالی در راه تماس گرفتن مستقیم بیننده ها با شما یا با کانون آوا یا با دیگر دوستان نیست، با امید روزی که سازمان مجاهدین هم به خودش بیاد و این آزادی و این حق رو به دیگران بده که اونها هم بتونن با هم در تماس باشن. ممنون که با ما بودید آقای حسینی. بله خیلی ممنون، من همجوری خانواده خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما و دوستان و بینندگان هم که تحمل کردن و گوش دادن، منم به همه خانواده ها میگم میتونن با ما تماس در تماس باشن، با ایمیل ما، با فیسبوک ما، با تلفن ما، هر جا دسترسی دارن از طریق تلگرام، کمپین خانواده ها تو تلگرام هست، هر خانواده اونجا بعضیشون میدونن تلفن ما رو در ارتباط برقرار کنن، ما بعضی بچه های جدا شده در آلبانی ارتباط داریم، میتونیم ازشون در مورد وضعیت فرزندشون بپرسیم، فقط اطلاع بدیم، اگر جدا شده باشه چه بچه ها دوستان اونجا کمک میکنن، میتونن کمک هاشون رو برسونن، اگر وسیله راه کمکی میخوان راهنمایی میکنن، و اگر جدا نشده هم حداقل از وضعیتشون اطلاع میدن که در چه حالیه، در چه وضعیه و مثلا چرا نمیاد بیرون یا چه کار میشه کرد بیان بیرون، مخصوصا در درجه اول همین نامه نگاری به سازمان ملل و سازمانهای بین المللی که تا فشار بیارن به رهبران فرقه مریم رضایی و به کمیساریا که چنین اینها رو حداقل ارتباط رو به تماس افراد داخل تشکیلات رو با خانواده ها فراهم بکنن و این ترفند فرقه رو قبول نکنن، هیچ گونه مسئله اطلاعاتی امنیتی وجود نداره تو این سازمان در این شرایطی که هست، این فقط بهانه ایجاد میکنه، فقط تا ارتباط برقرار نکنن دنیای بیرون مطلع نشن، تا بیرون نیان، فقط برای ترس فرقه است که فرقه فرو نپاشه، منافع خودشونه فقط. بله خیلی ممنون، موفق باشید و با آرزوی موفقیت برای شما و همه دوستان و عزیزان جدا شده و حتی اسیرانی که اگر روزی صدای ما رو بشنون هم براشون آرزوی نجات و موفقیت و پیشرفت دارم. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون، موفق باشید. بله ممنون از شما. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. آقای محمدی هم میگن خسته نباشید، شما هم خسته نباشید که با ما همراه بودید. و دوستی سوال کرده که یه سوال دارم، آیا واقعا مسعود رجوی مرده یا نه؟ اجازه بدیم بهتون بگم این سازمان از بس دروغ گفته، وقتی هم که اون آقای ترکی الفیصل سال گذشته آمد و در اون نمایش هر ساله گفت مرحوم رجوی، باز بحث ها و گفتگوهایی هست که احتمالاً اونم شاید یه نقشه‌ای بوده. و حقیقت از خودتون بپرسید، زنده بودن یا مرده بودن رهبری که
120 هزار تا کشته از سازمانش داده چه فرقی میکنه؟ بله اگه یه روزی دادگاهی باشه بخوان اینو در دادگاهی محاکمه کنن و اینها، که به نظر میرسه به همین دلیل هم هست که یک حالتی قرار دادن که مرده بودنش، زنده بودنش، زخمی بودنش معلوم نشه. میدونید که خیلی وقتا تو فیلم ها دیدیم که کسانی که یه جرمی مرتکب میشن، دیکتاتوری هستن توی مملکت، وقتی پولاشونو میذارن یه جای دیگه، بعد میرن تو اون مملکت دیگه جراحی میکنن، با اسم یه نفر دیگه زندگی میکنن، تا بلکه به اصطلاح گذشته ننگینشون باعث نشه که حالا آینده هم در زندان بگذرونن، و به این امید هستن که مثلا آینده بهتری داشته باشن. ولی تا حالا معمولا ثابت شده که تاریخ خودش یا طبیعت خودش یه دادگاه خیلی خوبی هست که به اصطلاح نتیجه کارهای خوب و بد انسانها رو بهشون میده، حالا چه توی زندگیشون ما ببینیم چه نبینیم. در صورت من یکی نمیدونم ایشون زنده است یا مرده، ولی به نظر من میگم حتی فیلم میگن مرده و زندهش یکیه، ولی این آقا زندهش هیچ فرقی نداشت، مرده الان هیچ فرقی نداره، خانم رجوی الان زنده است هیچ فرقی نداره، به میره فرقی نداره. چه کار میکنن اینها؟ برنامه شون چیه؟ برنامه ها رو پی میگیریم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، و سازمان مجاهدین هم در تلویزیون مردم برنامه داشتن. اصلا تلویزیون مردم یکی از به اصطلاح رسانه هایی بود که برای آزادی اینها یا برای خروج اینها از لیست تروریست اقدام کرد، و همچین که موفق شدن اینها به تمام کسایی که باشون بودن به اصطلاح پشت پا زدن و نشون دادن که آدم های قدردانی نیستن. خب ما که کار آنچنانی نکردیم. شما ببین وقتی یه نفر 30 سال، آقای حسین نژاد فکر کنم الان 67 سالشه، وقتی بیش از نصف عمرش رو، حدود 30-40 سال رو توی این سازمان بوده، اینجوری باش بدرفتاری کردن. حالا منی که رفتم یه بار فیلم برداری کردم، یا منی که مثلا به اینا برنامه دارم، پس دیگه جای خود داره. در صورت ممنونم که با ما بودید. این برنامه را به دوستانتون معرفی کنید و منتظر سوالات شما، انتقادات شما هستیم و باز هم با شما خواهیم بود. روز و روزگار و شما به شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.